بله، عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و بینندگان و شنوندگانی که ما را از طریق برنامه یوتیوب و اپلیکیشن کانون همراهی میکنند. در ابتدا از جانب خودم و مجموعه کانون حقوق بشر ایران در ایران خدمت خانواده مهسا امینی و تمام عزیزانی که تا به امروز در این اعتراضات جونشون رو نثار کردن برای آزادی ایران تسلیت میگم و از خداوند برای خانواده هاشون طلب صبر و آرامش میطلبم. امید که به زودی بتونیم شاهد به نتیجه رسیدن این اعتراضات باشیم. امروز یه شنبه 25 سپتامبر 2022 در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی جنوب آلمان را آغاز میکنیم. در ابتدا من سخنرانان و خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم. جناب آقای مهدی کریمی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ماه 1401، سرکار خانم بیرجندی با بررسی هدف 3 از اهداف 17 کانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای اسفندیار سنگری با موضوع روز جهانی دموکراسی، آقای سعید طایف با موضوع پرواز 752 هواپیمای بین المللی اوکراین و در بخش فرهنگی همراه میشیم با آقای حمیدرضا تقی‌زاده و معرفی کتاب تفسیر یک خواب اثر زیگموند فروید. در پایان اما بحث آزاد رو خواهیم داشت با موضوع حق امنیت و رفاه اجتماعی، محبت و خشم در خانواده و تأثیر اون در جامعه. شما عزیزان در پایان هر بخش و در پایان هر سخنرانی میتونید نظرات خودتون رو با نشون دادن علامت دست نشان اعلام بفرمایید تا مایک رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. به علت کوتاه بودن زمان سریعا جلسه رو و سخنرانیامون رو آغاز میکنیم. دعوت میکنم از آقای کریمی تا کوتاه با هم بشنویم اخبار نقض شهریور ماه 1401 توسط ایشون رو. جناب آقای کریمی مایک برای شما مایک برای شما آزاده، بفرمایید صحبت بفرمایید. درود و عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران محترم و تمامی عزیزان مهمان در جلسه. امروز در خدمتتون هستم با مهمترین اخبار شهریور ماه 1401 و گزارش نقض اون از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی منطقه جنوب آلمان. بنده هم ابتدا عرض تسلیت دارم خدمت خانواده محترم مهسا امینی و تمام خانواده هایی که در این چند روز اعتراضات به حق مردم عزیزانشون رو برای راه آزادی از دست دادن. ابتدا در مورد خانم مهسا امینی یک گزارش خیلی کوتاه من خدمتتون میدم. خانم مهسا یا ژینا امینی دختر جوان 22 ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز 23 شهریور در ایستگاه مترو حقانی تهران توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد. تا مدتی پس از بازداشت پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه 3 به کما رفته بود به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا منتقل شد. با توجه به کارنامه بد نیروی انتظامی و وقایع مشابه پیشین، افکار عمومی با باور به ضرب و شتم این دختر جوان در محل بازداشتگاه نسبت به این وضعیت واکنش‌های متعدد از سوی نهادها، ارگان‌ها، چهره‌های مطرح همزمان با شکل‌گیری تجمعات مردمی در راستای محکوم کردن فوت این دختر جوان در دوران بازداشت کماکان ادامه داره. هشتک مهسا امینی که پس از کشته شدن او در توییتر صورت گسترده مورد استفاده کاربران قرار گرفته از مرز 80 میلیون فراتر رفته. در روزهای اخیرم بسیاری از چهره‌های هنری و اجتماعی و سیاسی در رسانه‌های اجتماعی با این هشتگ به کشته شدن او واکنش نشان دادن. خبرها در این مورد بسیار هستش و تحلیل این خبر رو من واگذار می‌کنم به فراخوان بعدی که بعد از این جلسه همکاران عزیزم برگزار میکنن. واکنش رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی به مرگ مهسا امینی. رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی ایران که چند ماه قبل
درگیری با ماموران امنیت اخلاقی محسن به گشت ارشاد مورد ضرب و گلوله قرار گرفته بود و زخمی شده بود. در واکنش به جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد با انتشار تصاویری از اون نوشت: ضاربی که به من تیراندازی کرد نزد قاضی دادسرا گفت هم ترفیع گرفتم و هم بن خرید کالا به همه ما دادن. این خبر هم مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در هر جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. یک زن در مریوان که به دلیل تلاش مردی جهت تجاوز بود خود را از پنجره خانه به پایین پرتاب کرده بود، پنجشنبه 17 شهریور ماه به دلیل شدت جراحات در یکی از بیمارستان‌های سنندج جان خود را از دست داد. هویت این زن شلیر رسوی، 36 ساله، متأهل و مادر 2 فرزند، اهل روستای چمیدر، از توابع شهرستان سرباباد و ساکن مریوان عنوان شده است. این خبر در حالی منتشر شد که انیسه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، در توییت اقدام شلیر رسولی زن مریوانی که برای جلوگیری از تجاوز خود از ساختمان به پایین پرت کرده بود و جان باخته بود را تشویق کرد و ناشی از پاکدامنی و زنانگی خواند. او هیچ اشاره‌ای به ناامنی برای زنان و اعتراض زنان در مریوان نکرد. این خبر مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی ما. ابراز نگرانی خانواده های 4 شهروند با تابعیت اروپا و محبوس در زندان های ایران. خانواده های احمد رضا جلالی، جمشید شارمحت، کامران قادری و بنجامین بریر طی نامه خطاب به جوزف بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وی خواستند که در مذاکرات و گفتگوهای خود با ایران مسئله حقوق بشر و رعایت حقوق انسانی آنها را در اولویت قرار دهد. آنها در نامه خود ضمن اشاره به شکنجه هایی که در این که این افراد در ایام بازجویی متحمل شده اند نوشتند: عزیزانمان در دادگاه های غیر عادلانه محاکمه شده و از کمترین شرایط استاندارد بین المللی برای یک قضاوت عادلانه برخوردار نبودند. این خبرم مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 منع شکنجه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم حبس، توقیف، تبعید غیرقانونی و ماده 10 محاکمه، حق محاکمه قانونی برای هم. زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار توسط دادگاه انقلاب عمومی به اعدام محکوم شدند. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه مدعی شد نام بردگان به اتهام افساد فی الارض از طریق مشارکت در باند قاچاق زنان و دختران به اقلیم کردستان عراق این محکومیت را دریافت کرد. در نقطه مقابل این ادعا گزارشاتی از سوی منابع غیررسمی منتشر شده است که ادعا می‌کند دو فرد یاد شده در رابطه با گرایش جنسی خود و فعالیت در این حوزه به اعدام محکوم شدند. با کنون محتویات این پرونده یا اظهار نظری از وکلای آنان منتشر نشده است. خبر مغایرت دارد با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. با هدف جلوگیری از استفاده زنان جمع‌آوری مسیرهای دوچرخه سواری توسط شهرداری اصفهان. شهرداری اصفهان به دلیل مخالفت با دوچرخه سواری زنان و با هدف جلوگیری از آن شبانه اقدام به جمع‌آوری مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر کرده است. این اقدام به دلیل آنچه که فشارهای سیاسی در مخالفت با گسترش دوچرخه سواری زنان توسط برخی از اعضای شورای شهر عنوان شده است صورت گرفته است. این خبرم مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 28 هم حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اخراج 10,000 پرستار پس از کرونا در کشور خبر داد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اخراج 10,000 پرستار پس از فروپاشی کردن بحران کرونا در کشور خبر داد. وی گفت 17,000 پرستار در دوران شیوع کرونا با تمدید طرح جذب کار شدند، اما با فروپاشی کردن این بیماری به تعدیل نیروهای جذب شده پرداخت. اخراج نیروهای پرستاری علی‌رغم نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور به 100,000 نفر اتفاق افتاد. این خبر هم مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعدام مقابل ساختمان قوه قضاییه. تعدادی از خانواده‌ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران برای چندمین روز متوالی مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زد. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام زندانی‌های قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای اعدام نکنید خواستار توقیف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند، که در این جریان تجمع خانواده‌ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام، شماری از شهروندان بازداشت شدند. برخی منابع شمار شهروندان بازداشتی را تا 30 شهروند تخمین زدند، اما اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد 8 شهروند کماکان در بازداشت به سر می‌برند. این خبر هم مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تعبید غیر قانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، حکم قطع انگشتان یک زندانی متهم به سرقت، شهریور ماه امسال حکم قطع انگشتان دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان به اجرا درآمد، حکم قطع دست از جمله احکام نافی کرامت انسانی است که در این ایران بی توجه به اعتراضات داخلی و خارجی کماکان به اجرا در می آید. هویت این زندانی آقای مرتضی جلیلی احراز شده است. آقای جلیلی متهم به چند فقره سرقت و جمله سرقت از منزل امام جمعه شیراز. این خبر هم مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 ارزش انسانی همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. جان باختن خانم مینو مجیدی با شلیک نیروی انتظامی به تجمعات اعتراضی در کرمان. خانم مینو مجیدی در جریان تجمع اعتراضی 29 شهریور ماه از شهروندان کرمانشاه در اعتراض به جان باختن مهسا امینی از ناحیه سر هدف شلیک نیروهای امنیتی انتظامی حاضر در محل قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. دو پیکر این شهروند به خانواده وی تحویل داده نشد و به خانواده عنوان کردند که خانم مجیدی توسط منافقین کشته شده است. بعدن گفتند جسد را به شما تحویل می‌دهند تا شبانه دفن کنند. مینو مجیدی 62 ساله، ساکن کرمانشاه و اهل قصر شیرین، مادر 3 فرزند بود. این خبر هم مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 20 حق آزادی تجمع. و خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادید و با
درخواست از حسن توجه شما. بله، بسیار عالی، ممنون از شما و اطلاع رسانیاتون، سپاسگزاریم از شما. دوستان اگه نقطه نظر و پیشنهادی در این مورد دارند در خدمت شما هستیم. بله، در ادامه در خدمت سکا خانم بیرجندی هستیم با بررسی هدف 3 از اهداف 17 گانه سند 23 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. میشنویم شما سکا خانم بیرجندی عزیز. عرض درود و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیزم و همچنین درود میفرستم به روح بزرگ و شریف جین امینی عزیز. خب در واقع سند بی سی یونسکو مصوبه بودش که هدف سه، یعنی این هدف از سند بی سی یونسکو مصوبه بود که دولت ایران به عنوان یک سند ضد نظام جمهوری اسلامی و دخالت کشورهای غربی در امور ایران ازش یاد کرد. و هدف سوم هم از اهداف 17 گانه سند بی سی عبارت است از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهمترین اقدامی که دولت‌ها باید برای تحقق این سند، این هدف انجام بدن، یکی کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70% به ازای هر 100,000 نفر تا سال 2030 هستش. دوم، پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال و تا سال 2030. و در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1,000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1,000 کودک باشه. و سومین مورد، پایان دادن به بیماری های همگی مانند سل، مالاریا و بیماری های نادیده گرفته شده ویژه مناطق و مبارزه با هپاتیت و بیماری های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری های واگیردار تا سال 2030. مورد چهارم، کاهش تعداد مرگ و میرهای زود هنگام ناشی از بیماری های غیر واگیر از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال 2030. پنج، تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف اون و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی هستش. و مورد ششم، به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیت های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان و همچنین تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملی تا سال 2030 و تحقق دسترسی جهانی به بهداشت از جمله به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمین، دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. و مورد نه، کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 2030 که الف اون تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها به طور مناسب هست. و مورد ب، حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیر که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌ده و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی به داروها و واکسن‌های مقرون به صرفه در راستای اعلامیه دوحه در مورد تریپس و بهداشت عمومی که این اعلامیه به موضوع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره برداری کامل از مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری که حق مالکیت فکری مبنی بر انعطاف‌پذیری
برای حفظ بهداشت معذرت میخوام برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تاکید داره. در مورد جیم، افزایش چشمگیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار، بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه. بدال تقویت ظرفیت‌های همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای هشدار به هنگام کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملی. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حتی بر سلامت لازمه حیات مدنی انسان هاست در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تایید قرار گرفته که هر انسان سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانوادهش از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است. و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش تحت هر شرایطی از حدود اختیاری که از حدود اختیار به خارج است از تامین اجتماعی بهره‌مند شود. همچنین این حق طبق ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره حقوق اساسی بشر شناسایی شده و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی به کار گیرند. هدف شماره 3 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی رو در گروه کاهش مرگ و میر مادران و پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان و بیماری‌های مرتبط با ایدز و پوشش بهداشت جهانی و داروهای ضروری و مرغوب به صرفه و تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها میدونه. در همین راستا حق بر حیات در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض به بنیادی ترین حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته. علاوه بر اون ماده 10 میثاق بین المللی هم در واقع متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکانه و خب یکی از اهداف سال 2020 اینه که دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی باروری و اطلاعات آموزش رو تضمین کنه. اما ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 15 میثاق بین المللی هم عنوان میشه که هر انسان حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید اون رو داره و قوانین داخلی و بین المللی این حق رو تضمین کرده و بهره‌مندی تمام انسان‌ها رو بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم کنه. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی خود بر حق بر سلامت رو مورد توجه قرار داده و خود رو به نوعی مکلف به تحقق هدف 3 کرده. اصل 23 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی رو برای همگان به رسمیت شناخته و مقرر می‌کنه برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق خدمات فوق رو برای آحاد مردم کشور فراهم کنه. اون دو طریق عبارتند از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اون اصل 23 اصول دیگری نیز با سلامت مرتبطند و
طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت هستش. به موجب این اصل دولت مکلف حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون رو تأمین کنه و به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینهای مادی و معنوی باشه و این رو تاکید داره در این اصل. اما در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش هم اشاره شده و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی رو از وظایف دولت شمرده. اصل 23 هم حمایت یکسان قانونی رو برای همه افراد ملت هم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو با رعایت موازین اسلامی بیان کرده. اصل 21 هم که مربوط به حقوق زنان است رو دولت رو موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی کرده که دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینهای مساعد ایجاد کنه و از مادران به خصوص در دوران بالداری حمایت کنه. بنده یکی اصل 33 هم تامین نیازهای اساسی یعنی مسکن و خوراک و پوشاک رو و آموزش پرورش رو برای همه رو در یکی از ضوابط میدونه که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر اساس اون استوار گرده. اما اخبار و آماری که از گوشه کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیا، کمکاری های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش میرسه، نمایانگر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری هست و گزارش تفصیلی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که در سال 1396 درباره مناطق محروم در ایران رو نشون میده که بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استانها، شهرها و روستاها که چیز بوده 8.56% بوده، مناطق کمتر دوسعه یافته و محرومن و البته میزان محرومیت این مناطق و عدم توسعه یافتگی اونا به یک میزان نبوده و در برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان 100% استان دارای محرومیته و همچنین عدم توسعه یافتگی. و توی این گزارش در واقع بعد از استان سیستان و بلوچستان، ایلام با 95%، کهگیلوی بویراحمد با 88%، بوشهر با 87%، کردستان با 86%، خراسان 85%، استان هرمزگان با 81% جز استانهایی هستند که بیشتری مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارا هستند. دست کم 25% از مناطق محروم کل ایران که خود نیمی از بخش‌های مسکونی کشور را تشکیل میدن از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند و به گفته گزارش همین بنیاد برکت، در حالی که استاندارد حداقلی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران 8 خانه بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر 10,000 نفره که این رقم در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر 8. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم، چیزی نزدیک به 10 میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند یا دست کم برای دسترسی به اون با دشواری‌های فراوان روبرو هستند. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی هست، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود داره که حدوداً 1/4 کودکان یا گرسنگی کشیدن یا فاکتورهای کاهش رشد رو به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کردن. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایینیه و درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج میبرن در روستاها بیشتره
و از سوی دیگه گسترش آسیب‌های اجتماعی هم در سال‌های اخیر باعث شده که تا آمار زندانیان زن افزایش چشمگیری پیدا کنه. مسئله‌ای که با توجه به نقش زنان در جامعه به ویژه در خانواده‌ها پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری رو به دنبال داره. چون که مادرانی که در زندان به سر می‌برن، کودکان اونها ناخواسته به بسیاری از جرایم در زندان آشنا میشن که این خود میتونه در آینده برای اونها مشکل ساز باشه. و کودکانی که در زندان تاثیر منفی و ویرانگری بر اونها میذاره و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی اونها رو با مشکل مواجه میکنه. در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون شکن نیست، بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تاثیر روانی میذاره و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیشتر و پیچیده تر است. کودکانی که مادران آنها محکوم به زندان هستند مجبورند بهترین سالهای عمر خود را در زندان به جرمهای ناکرده سپری کنند تا رنج زندان را به بهای داشتن مهری مادری بپردازند. من فکر می‌کنم زمانم تموم شده. اگر میتونم فقط یه خط دیگر رو بخونم و به پایان برسونم. ادامه بدید، بفهمید. بله. اتفاقی که زمینه ساز مشکلات بعدی میشه، این افراد رو دچار سرخوردگی و انحراف میکنه و در بند زنان زندان ارومیه هم طبق گزارش اول اسفند ماه 1400 خبرگزاری حدود 300 الی 350 زندانی رو با جرایم گوناگون اعلام کرده که توی بند نگهداری میشه و همچنین طی روزهای اخیر شماری از زندانیان محبوس در بند زندان زنان ارومیه رو اعلام کرده که علی‌رغم ابتلا به کرونا از رسیدگی پزشکی محروم بودن و مامورین زندان تنها به انتقال زندانیان مبتلا به کرونا به بهداری اکتفا کردن و سایرین رو تهدید کردن که هنگامی که بازدید کننده از تهران میان در صورت اعتراضی به وضعیت همه امکاناتی که در اختیار دارید از شما گرفته بشه. ممنون دوستان که همراه بودید و به صحبت‌های من گوش کردید. ممنون از شما و توضیحات عالیتون سرکار خانم بیرجندی. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما. همکاران عزیز اگر نقطه نظری در این مورد دارند میشنویم. بسیار عالی. به سراغ آقای اسفندیار سنگری میریم با موضوع سخنرانی روز جهانی دموکراسی. چرا آقای سنگری در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با عرض و ادب و احترام و درود خدمت حاضرین محترم در جلسه نمایندگی جنوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. روز جهانی دموکراسی تجدید پیمانی است تا بر حقوق و آزادی های ناشی از دموکراسی مانند حق مشارکت در تعیین سرنوشت از گذرگاه انتخابات آزاد، پاسداری از منزلت آدمی، تأمین آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، تأمین آزادی، اعتقادات دینی و در یک کلام ایجاد جهانی عادلانه تر تأکید شود. سازمان ملل متحد 15 سپتامبر را روز جهانی دموکراسی اعلام کرده تا بر حق انتخابات آزاد مردم برای تأثیر گذاری بر سرنوشت سیاسی خود تأکید کند. شاید در این میان برای مردم کشورهای غربی حق شرکت در انتخابات آزاد برای تاثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی کشور خود امر بدیهی باشد، اما انسانها و جوامع زیادی در جهان هنوز باید برای آزادی و زندگی در یک نظام دموکراتیک تلاش و پیکار کنند. آنان گاهی در سخت‌ترین شرایط می‌کوشند ارزش‌های دموکراتیک را علیه دیکتاتورها و حاکمان رژیم‌های فاسد به کرسی نشانند و اندک نیست شماره کسانی که هزینه چنین پیکاری را با جان خود می‌پردازند. دموکراسی از نظر لغوی به معنی حکومت مردم و در واقع الگویی برای آیین کشورداری
و نوع ویژه از سازماندهی حکومت است. در ضمن ناخشنودی همواره بخشی از دموکراسی است و این نظام نمیتواند به انتظارات همگان به یک اندازه یا به اندازه کافی پاسخ دهد. و نیز دموکراسی وضعیتی نیست که یک بار تحقق یابد و برای همیشه پایدار بماند، بلکه روندی از تاریخی و در حرکت پر فراز و نشیب همراه با کامیابی و ضامن بقای آن همواره اراده مردم هر کشور است. هرچه مشارکت و تاثیرگذاری مردم بیشتر باشد، غنای محتوای آن بیشتر خواهد. لذا به همین دلیل ما در جهان با اشکال و گونه های مختلفی از دموکراسی روبرو هستیم. دموکراسی های کلاسیک جهان به گونه ای که در آمریکای شمالی و اروپای غربی وجود دارد از پشتوانه فرهنگی نیرومندی برخوردارند، رشدی موزون داشتند و استوارترین دموکراسی ها هستند. دموکراسی تنها زمانی درست کار می کند که مردم آن را بفهمند و بخواهند. مرزهای دموکراسی را خود دموکراسی از راه های دموکراتیک تعیین می کند. دموکراسی برابری را با آزادی پیوند می زند و آزادی یکسان سکوی حرکت دموکراسی است. اما برابری دموکراتیک را نباید همان برابری دانست، چرا که فقط شامل حوزه خاصی می شود، همانا آزادی سیاسی است. در دموکراسی انسان ها می توانند در همه چیز نابرابر باشند، اما نه در آزادیشان. رأی هیچ کس از رأی دیگری با ارزش‌تر نمی باشد. بنابراین در استقرار این نظام سیاسی تناقضی میان برابری و آزادی وجود ندارد، بلکه هر دو به هم تعلق دارند. به عبارت دیگر می شود گفت برابری دموکراتیک آزادی یکسان حاصل می شود. در ادامه به ارزیابی سطح تکامل و نمایه های دموکراسی اشاره می کنم. امروزه برای ارزیابی سطح تکامل دموکراسی ها نمایه های وجود دارند که بر پایه کاتالوگی از پرسش ها استوارند. شماری از این پرسش ها در حوزه آزادی انتخابات، مشارکت و نیز شیوه کارکرد دولت به قراری زیر است که من اشاره می کنم. آیا در کشور مربوطه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می شود؟ آیا مردم حق دارند خود را در احزاب و سازمانهای سیاسی متشکل کنند؟ آیا نظام سیاسی آماده است پیروزی یا شکست این احزاب در انتخابات را بپذیرد؟ آیا اپوزیسیون در کشور وجود دارد و از شانس واقعی برای به دست گرفتن قدرت برخوردار است؟ آیا اقلیت‌های فرهنگی، قومی و مذهبی از حقوق سیاسی و شانس مشارکت برخوردارند؟ آیا دولت از فساد گسترده برکنار است؟ آیا دولت در فاصله دو انتخابات خود را به مردم پاسخگو می داند و سیاست و رفتار باز و شفاف دارد؟ و همچنین در حوزه آزادی بیان، اعتقادات، آزادی اجتماعات، انجمنها نیز به صورت زیر دسته‌بندی می شود. آیا رسانه‌های آزاد و مستقل وجود دارند؟ آیا نهادها و جامعه‌های مذهبی گوناگون در انجام فرایض دینی خود آزادن؟ آیا آزادی آکادمیک وجود دارد؟ آیا امکان بحث‌های باز و آزاد وجود دارد؟ آیا آزادی اجتماعات و تظاهرات وجود دارد؟ آیا امکان فعالیت برای سازمان‌های مردم نهاد یعنی غیر دولتی وجود دارد؟ و در ادامه همچنین می‌توان در حوزه
قانون مداری و خودمختاری شخصی و حقوق فردی نیز به پرسش های زیر اشاره کرد. آیا دستگاه قضایی مستقل است؟ آیا حقوق مدنی و کیفری بر پایه قانون تنظیم شدند؟ آیا پلیس تحت کنترل مدنی است؟ آیا در برابر ترور سیاسی، حبس غیرقانونی، تبعیض و شکنجه حفاظ قانونی وجود دارد؟ آیا قوانین کشور رفتار یکسان با سیاستمداران و شهروندان را تضمین می کند؟ آیا حکومت آزادی انتخاب شغل و آموزش را تضمین می کند؟ و در آخر آیا آزادی های شخصی رعایت می شوند و نیز برابری جنسیتی وجود دارد؟ دموکراسی های جهان بر پایه این پرسش هایی که ذکر شد ارزیابی و دستبندی می شوند. کشورهایی که از جرگه دموکراسی ها بیرون هستند به دو دسته رژیم های هیبریدی یعنی مختلط و رژیم های اقتدارگرا تقسیم می شوند که اکثریت کشورهای اسلامی در جرگه رژیم های اقتدارگرا جای دارند، از جمله جمهوری اسلامی ایران که در میان رژیم های اقتدارگرا در 167 کشور جهان در جایگاه 152 قرار دارد. با توجه به مفاهیم اصلی و اصولی دموکراسی که در بالا اشاره شد، در ادامه صحبت ها به حلقه مفقود دموکراسی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنم. حکومتی که پس از انقلاب سال 57 در ایران بر سر کار آمد، خود را هم جمهوری خواند و هم اسلامی که در واقع این دو مفهوم در تناقض با یکدیگر قرار دارند. تعارض میان اسلامیت و جمهوریت از نخستین اصل‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می شود، چرا که در آن شکل‌گیری نظام حکومتی بر پایه ایمان به امامت و رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بنیاد در بیان قوانین توصیف شده است. بر این اساس در قانون اساسی بخش های مانند اصل ششم که مقرر می کند امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، در سایه اصل پنجم قرار می‌گیرد که کشور در زمان غیبت حضرت ولی عصر می‌بیند و تصمیم گیری در باره مهمترین مسائل آن را به ولایت امر و امامت می‌سپارد. مطابق اصل 110 انتصاب رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا سیما و نصب و عزل فرماندهان نیروهای انتظامی و نظامی و سپاه پاسداران جزء اختیارات رهبری است. انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به عنوان بالاترین نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور نیز از میان افرادی باید انجام شود که شورای نگهبان صلاحیت آن را تأکید کرده باشد. نیمی از اعضای این شورا منصوبان رهبری هستند و نیمی دیگر را رئیس منصوب شده از سوی رهبر در قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌کند. در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف شد برای محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش همه امکانات خود را به کار برد. تجربه 4 سال گذشته نشان داده که دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار بودند، گامی در راه انجام این وظایف بر نداشته یا هر اقدام آنها در این زمینه با مقاومت و مخالفت شدید حامیان ولایتی فقیه رو شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای دیگر انتصابی در جمهوری اسلامی است که باعث محدود شدن استقلال و تفکیک قوای مجریه و قانونگذاری می شود. این مجمع مطابق اصل 112 قانون اساسی اعضای سابق و متغیر آن را مقام رهبری تعیین می نماید، هم سیاست های کلان و هم قوانین را تصویب می کند که مجلس و دولت ملزم به تبعیت از آن هستند و پر واضح است احکامی که توسط مجمع تشخیص ابلاغ می شود می تواند قوانین مصوب مجلس و حتی قانون اساسی را لغو و نقض کند، که در واقع به موارد کلی که به طور جنبندی به آنها اشاره شد، ما به دلایل حلقه مفقود دموکراسی در جمهوری اسلامی رسید. در نتیجه ما با یک حکومت اقتدارگرا و آپارتاید دینی روبرو هستیم. با چنین روند و سیاست کشورداری و اقتدارگرا که در چهار و اندی سال مردم ایران شاهد بودند و تجربه کردند، دیگر مشروعیتی برای نظام و حکومت ولایت مدار وجود ندارد و در وضعیت کنونی که امروز و امروزه شاهد هستیم، حکومت، ولایت و طرفداران نظام فقط در راستای حفظ نظام حرکت میکنند و بس. اما با روند پیش رو که مردم ایران در دهه های اخیر پیش گرفتند و نیز هم اکنون شاهد آن هستیم، میتوان نتیجه گرفت که با رشد مستمر و روزافزون آگاهی رسانی ها و فعالین حوزه حقوق بشری و مدنی، ملت ایران روز به روز بر حقوق حق خود آگاه شده و نیز آگاه تر از قبل خواهان عدالت و برابری اجتماعی، کرامت انسانی، آزادی بیان و عقیده و در نهایت دموکراسی خواهد شد. سپاس از اینکه با این سخنرانی با من همراه بودید. بله، ممنونیم از شما جناب سنگری بابت سخنرانی جامع و کاملتون. خسته نباشید. نبودن دموکراسی در ایران امری است بدیهی و چندین و چند ساله همه به نوعی با آن واقفیم و اون رو مشاهده میکنیم در تمامی بخش ها. امیدواریم که به زودی شاهد این باشیم که ایرانی فارغ از هر گونه این تبعیض ها و دموکراسی ها و این نابخردی ها داشته باشیم. عزیزان اگه نقطه نظری در مورد سخنرانی جناب آقای سنگری دارن، لطفاً در خدمتشون هستیم، نظراتشون رو بشنویم. بسیار عالی. سراغ سرکار خانم شاهسوانی عزیز میریم با موضوع خودکشی در ایران و راه‌های پیشگیری از آن. سرکار خانم شاهسوانی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی همکارانم که در جلسه حضور دارن و تمامی کسانی که ما رو از شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنن. همچنین عرض تسلیت دارم خدمت خانواده محترم امینی و تمامی خانواده هایی که در خیزش مردمی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن توسط نیروهای سرکوبگر و تا بیخ دندان مسلح رژیم اسلامی که به صورت فوق‌العاده بی‌رحمانه مردم مظلوم و بی‌دفاع رو هدف قرار میدن. سخنرانی خودم رو آغاز میکنم در مورد راه‌های پیشگیری از خودکشی. همطور که مستحضر هستید، 10 سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی بود. ابتدا تعریفی دارم از خودکشی، بعد شیوع خودکشی رو در ایران و جهان بررسی می‌کنیم،
علل خودکشی رو بررسی میکنیم، یه مروری داریم روی دیدگاه های افراد نسبت به خودکشی و در انتها پیشگیری و درمان رو خدمتتون ارائه میدم. تعریف خودکشی به این صورت هست که خاتمه دادن عمدی به زندگی به میل خود و به دست خود. سازمان ملل متحد یک سیاستنامه پیشگیری از خودکشی را در دهه 90 منتشر کرد که بسیاری از کشورها از اون استقبال کردند و همه ساله در تاریخ 10 سپتامبر در سراسر جهان روز جهانی پیشگیری از خودکشی برگزار میشه با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم، پیشگیری از خودکشی و مبارزه با انگیزه های خودکشی. و اما سه سازمان این روز جهانی رو میزبانی میکنن: WHO، مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی و فدراسیون جهانی سلامت روان. در مورد شیوع آماری در سال 2011 بر پایه تخمین ها سالانه 1 میلیون نفر با خودکشی به زندگی خودشون پایان میدادن. این رقم یعنی در هر 40 ثانیه 1 نفر، یا به عبارتی روزی 30 نفر، و این عمق فاجعه رو نشون میده. تازه این آمار مربوط به سال 2011 هست و همین آمار باعث شد که خودکشی رو 10 علت مرگ در جهان گزارش کنن. در سال 2019 4 کشوری که بیشترین آمار خودکشی رو داشتن روسیه، بلاروس، اسلوونی و لاتویا گزارش شد، ولی طبق آمار سال 2017 2 کشور آسیایی یعنی چین و هند به بالاترین میزان خودکشی رو گزارش کردن، طوری که در چین 5 علت مرگ گزارش شد خودکشی، و برخلاف سایر کشورها که آمار خودکشی مردان از زنان بیشتر است، در چین آمار خودکشی زنان بیشتر است. میزان خودکشی همینجوری که گفتم در کل جهان در مردان بیشتر هست. در کشورهای در حال توسعه مردان 1.5 برابر زنان خودکشی میکنن و در کشورهای توسعه یافته 3.5 برابر زنان. البته اینجا بد نیست اشاره کنم که زنان 4 برابر مردان دست به خودکشی میزنن، یعنی سالانه 20 تا 30 میلیون ما اقدام به خودکشی داریم، ولی آنچه که اتفاق میفته سالی 1 میلیون هست به البته آمار 2011. در کشورهای پیشرفته، حالا اگه بیایم شیوع سنی رو بررسی کنیم، افراد معمولاً از سن 70-80 سالگی به بالا دست به خودکشی میزنن. اونم به خاطر اینه که معمولاً از نظر اجتماعی اون روابط صمیمانه اجتماعی ندارن، توی خونه های سالمندان ممکنه سالمندان نگهداری بشن و به خاطر مشکلات روانی که براشون پیش میاد دست به خودکشی میزنن، و این دقیقا نقطه مقابل کشورهای در حال توسعه است که شیوع خودکشی بیشتر در رده سنی 15 تا 35 سال هست. خودکشی دومین علت شایع مرگ و میر در نوجوانان هست، یعنی اولین علتش تصادفات و تروما هست، دومین علتش خودکشی هست. اما در ایران آمار خودکشی در مردان مجرد بیشتر از مردان متأهل هست، ولی در زنان دقیقا برعکس آمار جهانیه، یعنی در آمار جهانی ما داریم که زنان مجرد بیشتر خودکشی میکنن، در صورتی که در ایران زنان متأهل بیشتر خودکشی میکنن. از نظر منطقه هم اگر بخوایم در ایران بررسی کنیم، در جوامع شهری خودکشی آمارش بیشتر هست و در منطقه غرب ایران خودکشی بیشتر است. در تیر 1400 معاون اجتماعی بهزیستی ایران گفت، یعنی این چیزی که خود دیگه به صورت رسمی پخش شده،
گفته هنگامی که 7 میلیون بیکار داریم، آستانه تحمل ها پایین می آید و اعلام شد که سالانه بیش از 1 میلیون نفر اقدام به خودکشی می کنند. البته یه آماری هم بین سالهای 1970 تا 1972 از بیمارستان لقمان تهران که بیشتر خودکشی ها رو توی تهران اونجا منتقل می کنن، یه بررسی انجام شده بود که اون موقع، خب آمار قدیمی هست، گفته بودن که 56% خودکشی ها مربوط به مسائل خانوادگی هست. اما اخیراً وبسایت حقوق بشری هنگاه با استناد به آماری که خودش تهیه کرده از افزایش خودکشی میان مردان به ویژه نوجوانان زیر 18 سال در کردستان خبر داده بود. در 8 ماهه ابتدای سال 2022 تعداد 130 نفر توی کردستان خودکشی کردند. آمار بسیار تکان دهنده است، یعنی شما تصور کنید از این 130 نفر 40 نفرشون زیر 18 سال بودن و باز از این تعداد 15 نفرشون زیر 15 سال بودن. پارسال هم در سال 2021 52 نفر در کردستان دست به خودکشی زدن، یعنی خودکشیشون منجر به همون فوتشون شده بوده. و ما اگه بخوایم مقایسه کنیم سال 2021 رو با 8 ماهه سال 2022 میبینیم که چقدر آمار افزایش پیدا کرده. سال گذشته مریم معصومی دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران گفته بود بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی از سال 1184 به بعد خودکشی در ایران روند صعودی داشته. به گفته کارشناسان میزان خودکشی در استان‌ها نسبت معناداری با شاخص فلاکت در این استان‌ها داره. همونطور که می‌دونیم شاخص فلاکت از جمع بین نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد و در سال گذشته شاخص فلاکت در ایران بر اساس تازه آمارهای رسمی که خود دولت بیرون میده میگه که 49.4% بوده که بیشترین سطح در بازه 25 سال اخیر بوده. خب در مورد روش‌های متداول خودکشی اگه بخوام صحبت کنم، از منطقه به منطقه دیگه فرق می‌کنه، بسته به اینه که توی هر منطقه چی در دسترس اون فردی که می‌خواد اقدام به خودکشی بکنه قرار داره. در ایران معمولاً متداول‌ترین روش‌ها حلق‌آویز کردن خودشون هست، یا استفاده از آفتکش‌ها هست، یا استفاده از اسلحه گرم هست. حالا ببینیم که علل خودکشی چی هست. در دنیای غرب معمولاً علل خودکشی شایع‌ترینش اختلالات روانی هست. افسردگی‌ها، اختلالات بایپولار، شیزوفرنی، حتی بعضی اوقات اختلالات جسمی که منجر به اختلالات روانی میشه، بیماری‌های سایکوسوماتیک. و این کاملا متفاوت از علل خودکشی در ایران. البته در خارج از عللی که گفتم اضافه کنم اعتیاد و مخصوصا اعتیاد به الکل و سوء مصرف برخی از داروهای روانگردان هم هست. اما در مورد علل خودکشی در ایران، عوامل استرس‌زا مثل مشکلات تحصیلی، مشکلات خانوادگی، مشکلات مالی و مشکلات ارتباط بین افراد مثل طلاق و آزار و اذیت‌ها، ما چند وقت پیش خوندیم که سه تن از کارفرمایان یه جوان 16 ساله بهش آزار جنسی رسانده بودن و بعد از 3 روز خودکشی کرده بود یا کشته بودنش، نمیدونم. ولی این آزار و اذیت‌ها و قلدری‌ها هم باعث خودکشی میشه. رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت ناامیدی
مهمترین علت خودکشی بوده و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی و به ویژه مشکلات خانوادگی نیز فرد رو مستعد خودکشی میکنه. روانشناس انگلیسی به نام استنگر نخستین کسی بود که میان خودکشی و قصد خودکشی از نظر روانشناسی تفاوت قائل شد. او پس از پژوهش‌های در سال 1960 اومد تفاوت گذاشت بین خودکشی و قصد خودکشی. 4 هدف رو برای قصد خودکشی ارائه داد. گفت که ممکنه قصد خودکشی علتش تقاضای یک فرد برای حمایت یا کمک باشه یا واکنش یک فرد در برابر یک مصیبت یا فاجعه باشه یا حتی فرار و گریز یک فرد از یک موقعیت خیلی سخت باشه. گهگاه هم شاید بخواد دیگران رو تهدید کنه و اعلام کنه که مثلا من میخوام خودکشی کنم. یه اشاره کوچیکی هم داشته باشیم به دیدگاه‌های حالا ادیان، دولت‌ها، افراد مختلف به خودکشی. در مورد ادیان اگه بخوایم صحبت کنیم، ادیان ابراهیمی به طور سنتی خودکشی رو سستی در انجام وظایف، سقوط به وادی حسرت و ناکامی و شقاوت ابدی تلقی می‌کنن. در مورد کلیساهای کاتولیک خودکشی رو از نظر عقلی گناه تلقی می کنن. در یهودیت خودکشی رو امری مذموم می دونن و جسد فرد خودکش رو بی آنکه براش مراسم بگیرن در آرامگاهی جدای از دیگران دفن می کنن. و اما در مورد دولت ها قدیم خب اکثر توی اکثر مناطق خودکشی غیر قانونی بود، برخلاف عصر حاضر که دیگه خودکشی از اون حالت غیر قانونی خارج شده. حتی در بعضی از کشورها ما خودکشی کمکی داریم. در کشور سوئیس به کسانی که بیماری روانی غیر قابل علاج دارن کمک میشه که خودکشی کنن و به زندگیشون خاتمه بدن. و در ایران هم اگه بخوام اشاره کنم، در حال حاضر خودکشی امر غیرقانونی نیست و بر پایه ماده 836 قانون مدنی ایران هرگاه کسی به قصد خودکشی اقدامی انجام دهد و پس از آن وصیتی را تنظیم کنه، در صورتی که بمیره وصیتش باطله. بعضی از افراد مخصوصا توی ژاپن خودکشی میکنن برای اینکه مثلا اعتراض خودشون رو به یک مورد خاصی بیان کنن، یا بعضی اوقات خودکشی میکنن برای اینکه توی یه مسئله شکست خوردن و بخوان جبران خسارت کنن، یا به عنوان معذرت خواهی خودکشی میکنن. بعضی ها بر اساس اون شستشوی مغزی که داده شدن و بهشون بعد نویدای واهی داده میشه، میان به صورت انتحاری خودکشی میکنن. اون چیزی که ما توی داعش میدیدیم، یا اوائل انقلاب بچه های خردسال رو در حد 13-14 ساله من یادمه بهشون کلید بهشت میدادن، مینداختن گردنشون و با واقعا این بچه ها رو حقشون رو پایمال می کردن، شستشون مغزی می دادن. اینکه با این کلید وارد بهشت می شید، خیلی هاشون اصلا خبر نداشتن چه اتفاقی قرار بیفته، وارد جنگ می شدن و بدون اینکه حتی آموزشی دیده باشن به اصطلاح خودشون شهید می شدن. بعضی هم به خاطر اون هدفی که دارن، مثلا توی جنگ های ژاپن ما اون هواپیماها رو می‌دیدیم که یاد خبرش رو داشتیم که به صورت انتحاری می‌رفتن می‌زدن مثلا به کشتی‌های آمریکایی،
کامیکازی. بعضی ها بر اساس هدف والایی که دارن این کار رو انجام میدادن. ولی برسیم به قسمت پیشگیری. اول از همه میخوام این عنوان کنم که خودکشی واقعا قابل پیشگیریه. و یه نکته دیگه ای که باید هممون بدونیم این که خودکشی رو نباید یه مشکل پزشکی یا روان پزشکی در نظر بگیریم، چرا که این مسئله واقعا ابعاد گوناگون داره. هر سازمان، مرکز، اتحادیه، متخصص یا حتی هر شهروندی که تلاش کنه یک نفر خودکشی نکنه، این رو بهش میگیم پیشگیری از خودکشی و واقعا باید این اتفاق بیفته. واقعا الان توی جامعه ما میزان روانپزشکا، روانشناسا به اون حدی نیست که بخواد تمام جامعه رو پوشش بده. بعضا گهگاه به دلیل مشکلات اقتصادی مردم نمیتونن تحت پوشش یه همچین درمانهای قرار بگیرن، چون این درمانها تحت پوشش بیمه نیست و این درمانهای واقعا از نظر اقتصادی کمرشکن، مردم نمیتونن پیگیری کنن. پس چه بهتر که همه مردم تک به تک آموزش بگیرن که وقتی که با یه فردی که احساس میکنن که قصد خودکشی داره برخورد میکنن، بدونن چی کار باید بکنن. چون این افراد معمولا توی 75% موارد از یکی دو هفته قبل یه سری رفتارهای رو از خودشون بروز میدن که نشانه ناامیدیه، نشانه اینه که اینها نمیتونن برای اون مشکلی که براشون پیش اومده باهاش مواجه بشن و واقعا مستاصلن. چون همه ما میدونیم توی ایران توی مراکز تحصیلی از ابتدایی گرفته تا راهنمایی هیچ آموزشی به بچه‌ها داده نمیشه که وقتی که با یه بحران، با یه مشکل خاص برخورد میکنن، واقعا باید چه واکنشی داشته باشن، چه عکس العملی داشته باشن. وقتی یه شخص مورد تجاوز قرار میگیره، فرق نداره دختر یا پسر، واقعا نمیدونه چه برخوردی باید، هیچ جا آموزش نگرفته. پس چه بهتر که خانواده ها تک تک افراد جامعه بدونن که در قبال این افراد چه واکنشی باید نشون بدن. متاسفانه توی جامعه ایران فکر خودکشی و صحبت در مورد خودکشی از قدیم یه تابو بوده. ما ایرانی ها فکر میکنیم که اگر به یک فرد، به فرزندمون، به یکی از اعضای خانوادهمون اگر شک بکنیم که احساس بکنیم که میخواد خودکشی کنه، اصلا نباید راجبش صحبت کنیم، چون حتی ممکنه این رو با یادآوری این مشکل مثلا فکر میکنیم که برای اون فردی که قصد خودکشی داره اوضاع رو بدتر میکنه. این اشتباهه. دقیقا ما باید سوال کنیم آیا قصد خودکشی داری؟ اینکه ما سوال نکنیم، اون کسی که قصد داره فراموش نمیکنه، مشکلش رو حل نکردیم، اون مشکل پابرجاست، فقط ما یه سرپوشی روش گذاشتیم. ما باید تا میتونیم اگر با یه همچین اشخاصی برخورد کردیم سوال کنیم، باید به حرفاشون گوش بدیم، وقت بذاریم، اون فرد بدونه که هم خودش هم مشکلش برای ما مهمه. نگیم که خب این که مسئله ای نیست، خیلی ها این مشکل رو داشتن، کوچک نمایی نکنیم. شاید اون مشکل برای ما مشکل نباشه، حتما برای اون مشکل بوده، حتما برای اون یه بحران شدید رو ایجاد کرده که قصد خودکشی داره. پس بنابراین باید گوش کنیم به مشکلش، سعی نکنیم دائم نصیحت کنیم، سعی کنیم گوش بدیم، همراهی کنیم، همدلی کنیم. در شرایطی احتیاج هست که به
روانپزشک ارجاع بشن. اگر افسردگی های شدید دارن، اگر اختلالات بایپولار دارن، اختلالات بایپولار اختلالات دو قطبی هستن که در فازهای اینها علائم دیپرشن دارن، در فازهای خیلی مانیا هستن، خیلی احساس سرخوشی دارن و همون شرایطی که خیلی احساس خوشی دارن آواز میخونن و ما فکر میکنیم که کاملا مسئله برطرف شده، اینها دست به خودکشی میزنن. پس در شرایط خاص حتما باید ارجاع داده بشه به روانشناس و روانپزشک، چون دارو درمانی در مواردی کارسازه و مهمتر از دارو درمانی رفتار درمانی و مشاوره هایی هست که انجام میشه. خانواده ها سعی کنن مواردی که باعث حالا اسلحه گرم تو خونه است یا داروهایی هست که خطرناکه، میتونن از اون داروها برای خودکشی استفاده کنن، اینها رو از دسترس اون فردی که حالا ناامیده افسرده است خارج کنن. ولی علاوه بر این کارهایی که خانواده ها انجام میدن و تک تک افراد جامعه میتونن انجام بدن، مهمترین مسئولیت بر عهده خود دولت ها هست برای از بین بردن مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. خب من الان اشاره می کنم به شرایط ایران. یکی از مواردی که یعنی مشکلی که ایران داره اینه که ایران یکی از ناامیدترین مردمان جهان رو داره و ناشادترین، و این برمیگرده به خود دولت. من اجازه میخوام که یه سری آمار رو خدمتتون ارائه بدم. در سال 2011 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه رو تصویب کرد و در آن این هدف اساسی بشر رو مورد توجه قرار داد که پیشرفت فقط رشد اقتصادی نیست، بلکه سعادت و خوشبختی نیز هست. دو سال بعد در سال 2013 همه 193 کشور عضو سازمان ملل موافقت کردند که روز 20 مارس به عنوان روز جهانی شادی نامگذاری بشه. در سال 2015 سازمان ملل متحد پروسه دستیابی به 17 هدف توسعه پایدار، همون سند BC یونسکو که ایران قبولش نکرد، رو آغاز کرد و هدف اون پایان دادن به فقر، کاهش نابرابری و محافظت از سیاره زمین بود. واقعا این سه هدف رو شما اگه دقت کنید بهترین اهدافه. آخه کجای این اهداف بده که ایران قبولش نکرد؟ الان ما خودمون توی ایران داریم میبینیم محیط زیستمون داغونه، از نظر تبعیض جنسیتی بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه. چرا نباید سند BC یونسکو رو ایران قبول نکنه؟ خب نتیجهش همین میشه. پژوهش‌ها نشان داده که شادی رابطه مستقیم با مسائلی همچون تعامل‌های اجتماعی، وضعیت فرد از نظر داشتن شریک زندگی، کار، درآمد و حتی نزدیکی به انسان‌های شاد داره. سازمان ملل سال‌ها پیش روز جهانی شادی رو به عنوان راهی برای تشخیص اهمیت شادی در زندگی مردم و انتشار شادی‌های بزرگ و کوچک و ایجاد تغییرات قابل توجه تعیین کرد. حالا چرا شادی انقدر مهمه؟ وقتی انسان شاده یه سری آنتیبادی ها توی بدن ترشح میشه که این آنتیبادی ها سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنه. از طرفی یه سری هورمون ها مثل کورتیزول ترشح میشه. این هورمون کورتیزول در جریان فعالیت های ورزشی مفرح هم ترشح میشه که مقابله میکنه با افسردگی، مقابله میکنه با بیماری های روانی. شادی حتی سطح آستانه درد رو در انسان افزایش میده. کسانی که
از درد رنج میبرن، اگه خودشون رو شاد کنن درد رو کمتر احساس میکنن. سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش سالانه خود از بررسی وضعیت سعادتمندی در 146 کشور جهان که پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، این آمار مربوط به سال 2021 هست، که اعلام کرد فنلاند برای پنجمین بار در جایگاه نخست و ایران در رتبه 110 قرار گرفت. حالا آمار سال 2020، گزارش جهانی شادی نشون میده که ایران از نظر شادکامی در بین 153 کشور جایگاه 118 رو داره. نظرسنجی های گوناگون نشان میدهد مردم ایران یکی از ناشادترین مردم دنیا هستند. زنها و دختران امیدی به آینده و سازندگی ندارند. بیکاری، نرخ بالای تورم، تبعیض، نابرابری، فقر، فحشا، عدم وجود هر گونه تفریحات و امکانات ورزشی برای زنان وجود دارد. و اما نقش روحانیون در شادی ستیزی، عزاگستری و مصیبت آفرینی را هم نباید نادیده بگیریم. دشمنی آنان با شادی زنان، جشن در مراسم سنتی مثل نوروز، چهارشنبه سوری، سیزده بدر، رقص و پایکوبی برای همه ما مشخصه، حتی در مدارس. من در اینجا سخنرانیمو خاتمه میدم. آرزو دارم که این جنبش مردمی به سرانجام برسه. آرزوی دنیایی آزاد و شاد رو برای تمام ایرانیان دارم، چون ایرانیان مستحق بهترین زندگی ها و بهترین جامعه ایران، مستحق بهترین جامعه هاست، این که رأس باشه همیشه. خیلی ممنون که تا اینجا به صحبت های من گوش دادید. من مایکو رها می کنم. بسیار عالی سرکار خانم شاهسوانی عزیز، ممنون از توضیحات کامل و آماری که ارائه دادید. ممنون از شما، خسته نباشید. بله، این نداشتن امید به آینده، آینده روشن برای دختران و زنانمون در ایران امروز، اونها رو به جایی رسونده که حاضرن برن جلوی تیر و تفنگ قرار بگیرن، جونشون رو بدن، ولی از این اسارت و بردگی و بندگی که هستن راحت بشن. امید که هرچه زودتر این خونها به نتیجه برسه. عزیزان اگه نقطه نظری در مورد سخنرانی سرکار خانم شاهسوانی دارند میشنویم. بسیار عالی. آخرین سخنران ما آقای طائف هستند با موضوع پرواز 752 هواپیمایی اوکراین. جناب آقای طائف، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، مرسی. با عرض ادب و احترام خدمت دوستان و همکاران گرامی و بینندگان عزیز و درود به روان پاک مهسا امینی و جوانانی که در راه وطن جان باختند. موضوع سخنرانی من پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، که یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیف بود، که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. این هواپیما در 18 دی 1398، 8 ژانویه 2020، ساعت 6:19 دقیقه صبح، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی خمینی، هدف دو موشک قرار گرفت، که به فاصله 24 ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند. و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهینشهر استان تهران سقوط کرد. همه 176 سرنشین این پرواز جان باختند. در روز بعد مقامات اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌ای شناسایی مادون قرمز مستقر در فضا با اطمینان شلیک و نزدیک شدن دو موشک سطح به هوا به بدنه هواپیما را نشان می‌دهند. مقامات دفاعی انگلیس ارزیابی آمریکایی‌ها در مورد برخورد موشک را نیز تایید کردند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو
اظهار داشت شواهد نشان میداد که این هواپیما توسط یک موشک ایرانی ساقط شده است. نیویورک تایمز با بررسی یکی از فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی که لحظه برخورد موشک به هواپیما را نشان می‌دهد، صحت آن را با نظر کارشناسان خود تایید کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای رفع اتهام‌ها از تشکیل تیم مشترکی از کارشناسان دو کشور برای بررسی دقیق علت حادثه خبر داد. ایران همچنین از همه کشورهای مرتبط به موضوع دعوت کرد در تحقیقات حضور داشته باشند. با وجود درگیری نظامی، ایران حتی از آمریکا نیز برای حضور در تحقیقات دعوت کرد که در پی آن هیئت ملی ایمنی حمل و نقل آمریکا بامداد جمعه 20 دی ماه در بیانیه اعلام کرد که در تحقیقات مربوط به سقوط این هواپیما حضور خواهد داشت. با وجود تحلیل‌ها و خبرسازی‌های مختلف، همچنین پنهانکاری‌ها و تکذیب‌های متوالی، در نهایت تاریخ 21 دی 1398 شلیک موشک به پرواز 752 توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تایید شد. دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح خطای انسانی غیر عمد در تشخیص شیء پرنده اعلام شده است. مقامات 5 کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی بر ضرورت ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی تاکید کردند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه‌ای در توی 2 تیر 1399 اعلام کرد که چنانچه ایران به این تعهدات عمل نکند، موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری خواهد برد. تقریبا یک سال بعد از سرنگونی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود نوشت که توضیحات مقامات ایرانی در خصوص وقایع سرنگونی این هواپیما مملو از تناقض است. این توضیحات با واقعیت‌ها ارزیابی‌های فنی بسیاری از کارشناسان مغایرت دارند و به نظر می‌رسد برخی مدارک مرتبط با آن واقعاً نابود شده است. آنها همچنین گفتند حکومت ایران درباره علت سقوط هواپیما دروغ می‌گوید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 3 دی 1399 اعلام کرد دولت کانادا 8 ژانویه هر سال را به عنوان روز ملی بزرگداشت قربانیان حوادث هوایی تعیین می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت در نوار صوتی گفته است که سپاه پاسداران بلافاصله می‌دانست که موشک‌های آنها هواپیما را زده، اما تنها 3 روز بعد به آن اذعان کردند. وزارت خارجه کانادا نیز اعلام کرد که حکم دادگاه عالی آنتاریو مبنی بر آمدانه و تروریستی بودن شلیک سپاه پاسداران به هواپیما را به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمای کشور ایران، تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما 176 نفر است که از این تعداد 167 مسافر و 9 خدمه پروازی بودند. بیشتر مسافران این هواپیما ایرانی بودند. با این حال برخی از اتباع خارجی نیز در این پرواز حضور داشتند. حداقل 139 نفر در این هواپیما ایرانی بودند که بیشتر آنها پس از تعطیلات زمستانی از طریق اوکراین به کانادا باز می‌گشتند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو گفته است که از 167 مسافر 138 نفر قصد سفر به کانادا داشتند. بسیاری از این مسافران ایرانی کانادایی بودند که به عنوان دانشجو یا محقق دانشگاه‌های کانادا برای تعطیلات زمستانی به ایران سفر کرده بودند. از این حیث این سقوط بزرگترین تلفات جانی کشور کانادا در صنعت هوانوردی از زمان بمب‌گذاری سال 1985 پرواز شماره 182 خطوط هوایی هند را شامل می‌شود. پس از کشف دو جعبه سیاه هواپیما، خبرهای مختلفی درباره کشور بررسی کننده این سانحه مطرح شد. رئیس جمهور حوادث در ایران گفته است قبل از رئیس کمیسیون حوادث در ایران گفته است قبل از سقوط هیچ گونه پیام اضطراری از هواپیما دریافت نشده است. گزارش شده که جعبه‌های سیاه هواپیما ضبط کننده صدای کابین خلبانی و ضبط کننده اطلاعات پرواز پیدا شده است، اما مشخص نیست در کدام کشور این جعبه تحلیل می‌شود. این در حالی است که بیشتر به نقل از این کمیسیون اعلام شده بود ایران جعبه‌های سیاه را به بوئینگ یا مقامات آمریکا تحویل نخواهد داد. در تاریخ 18 دی 9 ژانویه بازرسان ایران اعلام کردند جعبه‌های سیاه آسیب دیدند و برخی از قسمت‌های حافظه آنها از بین رفته است،
اما پس از دو روز بعد در یک ویدیو که در سازمان هواپیمای کشور ضبط شده بود اعلام شد هر دو جعبه سیاه سالم هستند. و پس از این جریانات خانواده‌های قربانیان اقدام به تأسیس یک انجمن به نام انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 کردند که نهاد مدنی مستقل بوده و نماینده خانواده 140 تن از جانباختگان ساقط شده پرواز شماره 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین است. این انجمن به هیچ جریان و حزب سیاسی وابستگی ندارد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره مسافران، ایجاد همبستگی بین خانواده‌های عزادار و دادخواهی تأسیس شد. و در نهایت پس از تلاش‌های مستمر توسط انجمن جانباختگان به ویژه حامد اسماعیلیون یکی از پدران دادخواه این جنایات هولناک، بعد از ماها بررسی و گفتگو و تنظیم شکایتنامه در روز 14 سپتامبر 2022 برابر با 23 شهریور 1401 خورشیدی شکایت رسمی انجمن خانواده‌ها علیه جنایتکاران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در عالی‌ترین نهاد قضایی در دنیا جهت بررسی جرایم کیفری یعنی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه به ثبت رسید. این گزارش کوتاهی بود از جنایت جمهوری اسلامی در رابطه با هواپیمای اوکراینی. مرسی که گوش کردین و وقت رو در اختیار من گذاشتید. بله، بسیار عالی از آقای طایرف، ممنون بابت این گزارش تکمیلیتون. عزیزان اگه نقطه نظری در مورد پرواز 752 دارند و میخوان اشتراک بذارن در خدمتشون هستیم. بسیار عالی. سراغ بخش فرهنگیمون میریم و با همراه میشیم با آقای تقی‌زاده با معرفی کتاب تفسیر یک خواب اثر آقای زیگموند فروید. آقای تقی‌زاده عزیز اگر دستشون رو بلند کنن که من بتونم شون رو، بله در خدمت شما هستیم آقای تقی‌زاده، بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت همگی همکاران محترم. کتاب تفسیر یک خواب از زیگموند فروید یکی از مشهورترین روانشناسان در حوزه روانکاویه. فروید با بیان مفهوم ناخودآگاه و ارائه نظریات مختلف در این زمینه مسیری جدیدی رو در روانشناسی باز میکنه. از او به عنوان پدر علم روانکاوی هم یاد میشه. کتاب شامل 18 صفحه است که در مورد یک خوابیه که خود آقای زیگموند دیده و میاد اونو تفسیر میکنه. در ابتدا یه توضیحی در مورد روز قبل و اتفاقاتی که پیش اومده میده توی کتاب که من خدمتون میگم. در تابستان 1895 با روانکاوی خانم جوانی رو که با من و خانواده‌ام دوست صمیمی بود درمان میکردم. میتوان پی برد که رابطه پیچیده و مفصلی از این قبیل احساسات مختلفی در پزشک و به خصوص در روان درمانگر ایجاد میکنه. اگرچه در چنین موردی علاقه پزشک بیشتر است ولی نفوذش بر شخص کمتر است. اگر پزشک در معالجه بیمار موفق نشود ممکن است ارتباط او با بیمار و یا خانوادهش قطع شود. در این مورد درمان من به نیمه راه نتیجه رسیده. یعنی بیمار از نگرانی های هیستریک خود رهایی یافته ولی نشانه های جسمی بیماری تماما از میان نرفته. اما من هنوز معیار مسلمی در دست نداشتم که بیماری ایسری را چه وقت میتوان کاملا شفا یافته دانست و از بیمار توقع داشتم راه حلی را که در مورد قبول او نبود بپذیرد. درگیر این اختلاف بودیم که معالجه به مناسبت فرارسیدن تعطیلات تابستون به ناچار تعطیل شد. روزی یکی از همکاران جوان و از دوستان بسیار صمیمی من به دیدن من آمد. او بیمار مرا که نامش ایرما بود به تازگی در خانه ییلاقیش دیده بود. از او حال ایرما رو پرسیدم. جواب داد بهتر است ولی کاملا خوب نیست. همون وقت متوجه شدم که این جمله دوستم اوتو که یا شاید لحن صدایش وقتی آن عبارت رو گفت در من ایجاد آزردگی و رنجش کرد. به نظرم رسید که شاید اوتو با گفتن این عبارت خواسته است من را سرزنش کند و بیمار را درست معالجه نکردم. در نظرم چنین جلوه کرد که اوتو جانب بیمار مرا گرفته است
و شاید این جانبداری در اثر تلقین پدر و مادر بیمار باشد که از ابتدا با نحوه معالجه من موافق نبودند، اما این حس نامطبوع در من چندان روشن و واضح نبود و من هم از آن چیزی نگفتم. همون شب تاریخچه بیماری ایرما رو برای دکتر ام که دوست مشترک ما بود نوشتم. گویی میخواستم به این وسیله خود را از این که در معالجه ایرما توفیق کامل نیافته بودم به نحوی تبرئه کنم. نزدیک صبح آن شب خوابی دیدم و پس از بیدار شدن آن خواب را عیناً نوشتم. خواب من این بود. اینجا توضیح خوابشو میده آقای زیگموند و خوابیو که به واقع دیده. تالار بزرگی بود، عده زیادی مهمان در آنجا بودند که ما از آنها پذیرایی میکردیم. ایرما در میان آنان بود و من او را به کناری بردم، مثل اینکه میخواستم جواب نامه او را بدهم و او را سرزنش کنم که چرا هنوز راه حل مرا نپذیرفته. به او گفتم اگر هنوز درد میکشی تقصیر از خود توست. جواب داد نمیدانی درد گلو و شکم و معده چقدر مرا آزار میدهد، دارم از درد خفه میشوم. من وحشت کردم و به اوتو نگاه کردم. قیافش رنگ پریده و ورم کرده به نظر میرسید. نگران شدم مبادا نقصی جسمی در او باشد که من متوجه آن نشدم. ایرما را به طرف پنجره بردم و به گلویش نگاه کردم. مقاومت کرد، مثل زنی که دندان مصنوعی داشته باشد. با خود اندیشیدم لزومی نداشت اینطور رفتار کند. آنگاه دهانش را کامل باز کرد. در دو طرف راست آن لکه سفید بزرگی و در طرف دیگر زخم‌های خاکستری رنگی دیدم که روی چیزی شبیه به قزروپای پیش‌خورده بینی قرار داشت. فوراً دوستم دکتر ام را صدا زدم. او هم معاینه را تکرار کرد و آنچه را که من دیده بودم را تایید کرد. قیافه دکتر ام با قیافه عادیش اختلاف داشت. رنگ پریده بود و هنگام راه رفتن می لنگید و ریشش را تراشیده بود. این خوابیه که داره تعریف میکنه. دوست من اوتو هم پهلوی ایرما ایستاده بود و دوست دیگرم لئوپولد با دست به سینه او میزد و میگفت در قسمت پایین طرف چپ ناحیه حساس دارد و نیز نشان داد که در شانه چپ او در پوست فسادی هست. آنچه اون دیده بود من نیز با آنکه بیمار لباس برتنداشت می دیدم. ام گفت شکی نیست که عفونتی هست، ولی اهمیت ندارد. اسهال خونی به دنبال خواهد آمد و سموم را دفع خواهد کرد. ما مستقیما از روی چگونگی پیدایش عفونت آگاه بودیم. کمی پیش از آن وقتی ناخوش بود دوستم اوتو به اون آمپولی زده بود. با محلولی از کلروپیل، پروپیلس، اسید پروپیونتیک و از این قبیل، و من فرمول این دو را در مقابلم می دیدم و با حروف بزرگ چاپ شده بود. این قبیل آمپول ها را نباید با بی احتیاطی زد. شاید هم سوزن آمپول استریل نبوده. این خواب امتیازی که دارد این است که معلوم است به واقعی که روز قبل اتفاق افتاده بود مربوط می شود. آنچه را روز قبل اتفاق افتاده بود در مقدمه خواب توضیح دادم. خبری که توسط دوستم اوتو از حال ایرما گرفته بودم و تاریخچه پزشکی او که شب پیش می نوشتم جریان‌های ذهنی من را هنگام خواب به خود مشغول داشتیم. با وجود این حتی اگر هر کسی که از مقدمه روز پیش و داستان خواب هم اطلاع داشته باشد نمی تواند معنی خواب را درک کند. من هم نمی دانستم. نشانه های بیماری ایرما که در خواب دیده بودم مرا مبهوت کرده است، زیرا ایرما برای معالجه این قبیل بیماری ها نزد من نیامد. آمپول اسید پروپیونیک نیز به کلی در نظر من بی‌معنا و خنده‌آور است و همچنین واکنش دکتر ام برای تسلی دادن من. خواب در قسمت دوم خود مبهمتر و مرموزتر از قسمت اول است. برای اینکه معنای جزئیات بر من روشن شود به تحلیل خواب پرداختم. این ادامه کار آقای زیگموند کلا خوابشون رو تحلیل میکنن که با جزئیاتی که از اطرافشون، اتفاقایی که از روز قبل و در همون زمان داره برای خودش، اطرافیانش و نزدیکانش پیش میاد از اونا نتیجه گیری میکنه. خیلی جزئی اینا رو با همدیگه مقایسه میکنه. آخری کتاب هم به یه نتیجه میرسه که من خدمتون میخونم. در بعضی موضوعهای دیگر هم اثر این خواب نمودار است که مستقیما مربوط به دفاع از من نیست. بیماری دخترم و ناخوشی بیمارم که هر دو یک اسم دارن، تأثیر زیانبخش کوکائین، ناراحتی بیمارم که به مصر سفر کرده است، نگرانی من از بابت تندرستی همسرم و تندرستی برادرم و دکتر ام و کسالت خود من و نگرانی برای دوست غایبی که بیمار است. اما همه اینها را زیر یک عنوان جمع می توان کرد.
و آن وجدان شغلی است. حس مبهم و ناراحتی در من پدید آمد وقتی اوتو از بیماری ایرما صحبت کرد. این گروه از اندیشه‌ها که در خواب ظاهر شده بود مثل اینکه مرا قادر کرد ناراحتیم را به زبان بیاورم. مثل این بود که او به من گفته باشد تو وظایف پزشکی خود را جدی نگرفتی و وجدان شغلی تو ضعیف است. کاری را که به عهده میگیری درست انجام نمیدهی. این اندیشه ها برای این در خواب آمده بودند تا به کمک آنها بتوانم ثابت کنم وجدان شغلی من حساسیت بسیار دارد و به بهبود وضع دوستان و خویشاوندان و بیمارانم علاقه فراوانی دارم. و نیز قابل ملاحظه است که در اجزای خواب خاطرات نامطبوعی هم موجود بود. گویی بیشتر اتهامات بر ضد من بودند. میتوان گفت این اجزا بی‌طرف بودند. با وجود این ارتباط مسلمی بین این دسته اندیشه ها و مضمون محدود خواب موجود بود و در نتیجه این آرزو را که بار گناه بیماری ایرمان از دوش خود بردارم تحریک کرده بود و نمیتوانم ادعا کنم معنای این خواب را تا سرحد امکان دریافتم و نیز مدعی نیستم که همه آن را توضیح داده و نکته مبهمی به جا نگذاشته باشم. میتوانستم چندین برابر این وقت صرف مطالعه این خواب کنم و اطلاعات بیشتری از آن به دست بیاورم و درباره مطالب گوناگون مربوط به آن بحث کنم، اما چون در خواب ناچار ملاحظاتی در کار است نمیگذارد تعبیر خواب را از این فراتر ببرم. اگر کسی از این بابت مرا سرزنش کند از او درخواست خواهم کرد که خود وارد میدان شود و ببیند میتواند از من صریح‌تر سخن بگوید یا نه. اکنون به دست آوردن همینقدر دانش در این موضوع مرا کافی است. اگر روشی را که توضیح دادم برای تعبیر خواب در پیش گیریم به این نتیجه میرسیم که خواب در حقیقت دارای معنایی است و تنها در اثر فعالیت ناقص مغز چنان که دانشمندان پنداشتند به وجود نیامده است. وقتی کار تعبیر خواب را به پایان برسانیم در میابیم که خواب برآوردن آرزوهاست. ادمون اینجا کتابش رو به پایان میرسونه. توصیه میکنم، کتاب خیلی کوتاهیه، 18 صفحه بیشتر نیست و جالب، تجربیات جالبی داره از اتفاقاتی که برای نزدیکانش میفته، ارتباط میده به چیزایی که توی خواب داره میبینه و یه برداشتایی که از ضمیر ناخودآگاه هست. من اینجا ممنونم از وقتی که در اختیارم میذارید گذاشتید. در خدمت. ممنون از شما آقای حقیزاده. امیدوارم که تا اینجای برنامه سخنرانی و مجلسمون جلسمون خسته نشده باشید. دوستان در انتهای جلسه به بحث آزاد آقای لطفی مایکتون قطع. با عرض پوزش. بله، ممنون از شما تغذیه. در انتها به بحث آزاد میرسیم با موضوع حق امنیت و رفاه اجتماعی و مخصوصا روی بحث محبت و خشم در خانواده و تأثیر آن بر جامعه صحبت میکنیم. با وجود دگرگونی در ساختار خانواده و نقشه خانوادگی، بیتردید خانواده همچنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه به شمار میره. اهمیت خانواده از این روه که نه تنها محیط مناسبی برای همسران به شمار میاد، بلکه وظیفه جامعه پذیری و تربیت نسل‌های آینده را هم بر عهده داره. اهمیت والای خانواده زمانی بهتر درک میشه که به کارکردهای اساسی و بنیادی اون توجه کنیم. یکی از این کارکردهای اساسی تکوین و شکل دهی شخصیت انسان هاست. ایفای بهینه این کارکردها نه تنها برای بقای خانواده، بلکه برای تداوم جامعه و انسجام اجتماعی هم ضروریه. ولی با این وضع همکنون خانواده ها دچار آسیب های نظیر طلاق، اختلافات زناشویی، خودکشی، کودکان فراری، پرخاشگری و غیره در خانواده ها رشد کرده و شاهد اونها هستیم. پرخاشگری در خانواده عامل خطرسازی مهم برای دامنه وسیع از مشکلات بهداشتیه. عنوان مثال، یه نوزادی که به دنیا میاد در هنگام به دنیا آمدنش اگه وزن بسیار پایینی داشته باشه، یکی از دلایلش در معرض خطر، معرض خشونت بودن اون زن
در دوران بارداریه. باید دقت کرد که برای داشتن یه جامعه سالم و افراد متعادل توی جامعه نمیشه روابط پرخاشگرانه رو در جامعه در خانواده نادیده بگیریم. پرخاشگری بین والدین مدل و الگویی برای یادگیری رفتار خشونتگرایانه است. خانواده‌هایی که پرخاشگری والدین رو تجربه و مشاهده می‌کنند، پرخاشگری رو به عنوان ابزاری مناسب برای بیان خشم و کنترل رفتار دیگران می‌پذیرند. بنابراین از این دیدگاه در خانواده‌هایی که اعضای آن در کودکی شاهد پرخاشگری والدینشون بودند، احتمال بروز پرخاشگری یا تن دادن به اون به مراتب بیشتر از خانواده‌های دیگره. مهارت کنترل خشم یا پرخاشگری باید از کودکی به بچه آموزش داده بشه تا در بزرگسالی بتونه نسبت به اون مهارت کامل داشته باشه برای کنترل خشمش. وقتی پدر مادری بلد نیست خشم خودش رو کنترل کنه، چگونه میتونیم توقع داشته باشیم که نوجوانی بچه اون خانواده در دوران نوجوانیش سابقه درگیری و دعوا و کتککاری با همسالاش نداشته باشه؟ توی سالهای گذشته فقر اقتصادی، افزایش طلاق و افزایش طلاق عاطفی باعث تلمبار شدن هیجانات منفی در افراد شده، به نحوی که وقتی فرد نمیتونه اثر منفیش رو تخلیه کنه به پرخاشگری و اعمال خشونت روی میاره و این مسئله بسیار طبیعیه. متاسفانه در این روزها شاهد بی‌محبتی و کمرنگ شدن و رنگ باختن حس همن و دوستی و دلسوزی در بین مردم جامعه مونیم. تربیت نادرست والدین روی کودکان اثر منفی گذاشته و سبب شده که اونها در سبب میشه در آینده نسبت به مسائل و نابهنجاری های اجتماعیشون بیتوجه باشن. عوامل اجتماعی همچون ماشینی شدن زندگی، کم شدن جمعیت خانواده ها و عوامل دیگه در امر کمرنگ شدن عواطف اثر دارن. با کم شدن جمعیت خانواده، این افراد یه خانواده همدیگر رو کمتر میبینن و مشغول انجام کارا و سرگرمی‌های خودشونن. بخاطر همین نسبت به همدیگه محبت کمتری رو معمولا دارن. نکته‌ای که اینجا هستش، من حالا ترجیح میدم بقیهش رو در ادامه خدمت دوستان عرض کنم، اینکه چه چیزهایی باعث میشه یک بچه در خانواده خشم رو بگیره و درش در اون نهادی نبشه، به جای اینکه محبت رو داشته باشه بتونه با محبت نسبت به دیگران برخورد کنه. معمولاً در جامعه امروز ما این خشمه که جایگزینش شده. عواملی که باعث میشه، اگه دوستان بتونن در کنار هم دیگه در موردش بحث کنیم و بررسی کنیم ممنون میشم. آقای سبزیان بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران گرامی. من قبل از اینکه پاسخ سوالتون رو بدم، یک جایی از صحبتاتون گفتید که عذرخواهی میکنم، هم دلی دوی و هم نوع دوستی در ما ایرانی ها متاسفانه کم شده، ولی چیزی که الان ما داریم میبینیم در حال حاضر من باش مخالفم، چون ما الان داریم میبینیم که افراد هموطنامون توی خیابونا هستن و با وجود این که دارن یه سری از این افرادی که واقعا میتونم بگم بعضی موقع میتونم بگم انسان هم نیستن که با تیر هم دارم به معترضان شلیک میکنم، بازم دل این مردم برای اونا میسوزه و بارها توی ویدیوها دیدیم که بهشون آب میدن، سرشون رو میگیرن و من کاملا با این صحبتتون مخالفم. آقای لطفی عزیز، در مورد سوالتون هم خدمتتون عرض کنم که ببینید، خشم از کجا میاد؟ خشم از پدر میاد، خشم از مادر میاد توی خانواده. وقتی پدری خشمگینه، وقتی مادری خشمگینه، خودش منتقل میکنه به فرزندش. تبعیض باعث میشه که اون بچه خشمگین باشه. وقتی که
بی‌تفاوتن به نظر اون بچه، به اون کودک. فقط میگن این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن. وقتی ارزشی برای انتخابات اون بچه، اون کودک قائل نیستن، خب مسلما باعث خشم میشه. و اینم خدمتتون عرض کنم که حالا من با اجازه البته آقای لطفی عزیز که مسئول جلسه هستم، ما الان ایرانمون هم یه خانواده است. ما الان در حال حاضر خشمگینیم، اندوهگینیم، ناراحتیم. و چه بسا همین خشمگین بودن ما که الان، یا مردم البته بگم، نه خودمونو، حالا دوستانی که الان، عزیزانی که هموطنانی که تو ایران دارن اعتراض میکنن، همین خشمشونه که باعث شده که همچنان دارن ادامه میدن. من عذرخواهی میکنم اگه از صدای بیشتر بشه، فقط یه مورد کوچولو بگم و مایک رو خودم میبندم. دیروز یه پیامی رو توی توییتر دیدم و خیلی دوست داشتم بگم، با شما هم به اشتراک بذارم. خیلی اصلا نمیدونم، اصلا حسمو نمیتونم وصف، اصلا نمیتونم توضیح بدم حسمو. نوشته بود یا میرم بیرون کشته میشم، میشم انگیزه واسه بقیه، یا میرم میگیرنم یه جا تو زنداناشون پر میشه که بقیه رو نگیرن. این جمله انقدر برای من سنگین بود و هست، نمیدونم حسمو با چی، با چه کلمه میتونم ابراز کنم. وقتی شخصی، ملتی، این یعنی که همدلیم، این یعنی که الان مردمی که تو ایرانن همدلن، آگاهن. من یه بار دیگه اون جمله رو میگم، من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، چون جمله خیلی مهمه. میگم من هنوز میگم حسمو نمیتونم بگم. گو یا میرم بیرون کشته میشم، انگیزه میشم برای بقیه، یا میرن میگیرنم، اندازه یه نفر زندانشون رو پر میکنم که بقیه رو نگیرن. فکر کنیم به این جمله فقط. و اگر هر کی بهتون گفت مردم ما آگاه نیستن، فقط با همین جمله جوابشون بدید. اگر گفتن همدل نیستن، با همین جمله جوابشون بدید. عذرخواهی میکنم بیشتر صدا کردم. خواهش میکنم، ممنون از شما. این بحث هم نوع دوستی و دلسوزی که خدمت شما عرض کردم، خب نه اینکه کامل نباشه، جناب سبزیان هست، در معدود خانواده هایی رو ما میبینیم که متاسفانه امروز در خونه هاشون نشستن و به پشتوانه این جوان ها بیرون نمیان، که اگر بیان جمعیتی که حاضر میشه در میادین خوشبختانه بیشتر میشه و صحبت ها و نظراتشون و اون اعمال فشارشون طبیعتا بیشتر میشه. آقای ناصری در خدمت شما هستیم. ممنونم جناب آقای لطفی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه دوستان. بله با آقای سبزیان واقعا جمله خیلی سنگینی بود، منم واقعا به فکر فرو بود یه جورایی، و واقعا باید بهش فکر کنیم به این جمله، و واقعا هم تأثیر گذاره. در رابطه با سوالی که فرمودید جناب آقای لطفی، بحث خشم و خشونت به نظر من یه ذره این دوتا معقوله از همدیگه جداست. خشم از اصلا یه تأثیرات دیگه توی خانواده داره و توی جامعه، و خشونت تأثیراتش اصلا کاملا متفاوته. چیزی که الان داریم توی جامعه همون میبینیم این دوتا رو، خشم مردم و خشونت سرکوبگرا، کسایی که دارن سرکوب میکنن این وسط، اونا دیگه اسمش خشم نیست، اونا دارن خشونت در واقع اعمال میکنن علیه مردم. کوچکترین بخش در واقع جامعه همون الان خانواده است دیگه، یعنی ما اینو خوندیم، خانواده کوچکترین بخش جامعه است. ما هر چیزی که الان توی جامعهمون داریم پیاده میکنیم در واقع از همون خانوادهمون میاد، از همون تأثیراتی که ما توی کودکی
از پدرمون، از مادرمون، از نزدیکانمون گرفتیم و یاد گرفتیم که چجوری باشیم. فیلم های خیلی زیادی دیدی متاسفانه توی این چند روز، هم من دیدم هم شما، و دیدیم واقعا دارن چجوری مردم رو سرکوب میکنن، به چه شکلی دارن مردم رو میکشن. و واقعا من نمیدونم چجوری اون اشخاص توی اون خانواده ها یاد گرفتن، بزرگ شدن، تربیت شدن که اینطوری میتونه یک بچه رو، میتونه یک دختر بچه 13-14 ساله رو بگیره بزنه، بتونه یک پیرمرد فکر میکنم 70 یا 80 سال سنش بود ولی گرفت کوبوندش بغل جدول. اصلا یه من واقعا اون صحنه رو دیدم اصلا خودم از خود بیخود شدم، اصلا نمیدونستم اون تو چه خانواده‌ای بزرگ شده، یعنی چجوری به اون آموزش دادن که وقتی بزرگ شده بتونه اینطوری مقابله یه هموطنش که میدونه خواستش هم به جاست، اونم میدونه خواستش به جاست ولی میاد اینجوری باش برخورد میکنه. نمیدونم واقعا این تأثیرات از کجا میاد، چجوری تأثیر گذاشته روی اشخاص که به این شکل دارن مردم رو میکشن. و واقعا این سوال منم هست، خیلی دوست دارم دوستان به این سوالم جواب بدن که واقعا این همه خشونت داره از کجا میاد، از کجا نشأت گرفته میشه، چجوری آموزش داده شده به این افراد که اینجوری دارن مردم رو میکشن. مرسی از شما که این وقت در اختیار قرار دادید. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما جناب ناصری. خانم شاهسوانی بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی موافقم با تفاوتی که همکار عزیزمون گذاشت بین خشم و خشونت. واقعا ما باید بین این دوتا تفاوت قائل بشیم. در مورد حالا صحبتی که شد، افراد این نیروهای سرکوبگر چطور میتونن اینقدر خشن باشن، این برمیگرده به شستشوی مغزی که اینا روی بچه ها از ابتدا انجام دادن. کاری بود که تازه الان هم میخواستن از اول مه اثر بگیرن. توی یکی از این فیلم ها من دیدم که عکس خامنه ای رو گذاشته بودن توی حیاط، صبح به صبح بچه ها باید میرفتن اینو میبوسیدن بعد میرفتن سر کلاس. مسلماً افرادی که الان دارن اینجوری خشونت رو رفتار میکنن و آنچنان با هموطن خودشون اینجوری رفتار میکنن، سرمنشه از اون شستشوی مغزیه که اینا گرفتن، که اگر اینجوری اولا افرادی که حالا حجابشون رو رعایت نمیکنن، افرادی که حالا معترضن، به اینا آموزش ندادن که اینا حقشون رو میخوان. الان از حقوق شهروندی، از 22 حق شهروندی کدوم شما شهروندامون توی ایران دارن؟ هیچ کدومشو ندارن. چرا خشم گیرن؟ چون ندارن. این حقا ازشون گرفته شده. سال 88 من قشنگ یادمه همه مردم اصلا به افراد دیگه رأی داده بودن. یه روز صبح از خواب بیدار شدیم گفتن فلانی شد رئیس جمهور، به شخص خود من خشمگین بودم، نمیتونستم خشممو کنترل کنم. چرا اینقدر ریا باید باشه؟ اسمش انتخابات بود و هست، همیشه همین بوده. اصلا رأی مردم جایگاهی نداره توی اون حکومت، توی اون دولت. خب اینا باعث میشه که مردم خشمگین بشن و الان داریم خشم مردم رو میبینیم. خشم مردم دیگه چیزی نیست که بتونن جلوشو بگیرن. جوونا خشمگینن چون حقشون رو پایمال کردن، نه حق آزادی بیان دارن، نه عقیده. هر حقی رو که بخون کوچکترین ازش دم بزنن یه انگ زده حالا رژیم بهش میزنن. اینکه از خارج داره توسط دشمنان اینا دارن تغذیه میشن، با هزار و یک انگ اینا رو میگیرن و سالهای طولانی باید حبس بکشن. همه اینا باعث خشم میشه. متاسفانه من زیاد صحبت نمی کنم تا دیگر دوستان هم بتونن صحبت کنن. ممنون از فرصتی که به من دادید. ممنون از شما سرکار خانم شاهسوانی. بله، این خشم نهادی نشده در جوانان و نوجوانان امروزی که در صف اول مبارزه هستند، حاصل اون
مشکلات فقری بهداشتی، حالا فقر اقتصادی، مشکلات بهداشتی آموزشی که متاسفانه در طی این 40 سال بر خانواده ها روا شده و این و نوعی اون کاسه سب لبریز شده که امروز این گونه فوران زده. آقای یزدان پناه در خدمت شما هست. خسته نباشید. میگم سلام و خسته نباشید خدمت همه همکاران. ببینید اون چیزی که باعث میشه به نظر من ما چنین خشونتایی رو تو سطح جامعه میبینیم فقط یه دلیل داره. اول اینکه جمهوری اسلامی 43 سال تماما داره آموزش‌های غلط رو به مردم داره، یعنی ترویج خشونت، ترویج دروغی، چاپلوسی و از این قبیل. حالا اون چی میشه که چه اتفاقی میفته که یکی میشه مثل اون مثالی که آقای سبزیان زدن به اون طرز فکر زیبایی داره و یکی میشه اون مامور نیروی انتظامی که میاد پیرمرد 70-80 ساله رو میزنه. علتش اینه که علاوه بر اینکه این آموزش‌ها داده شده تو جامعه گلچین کردن. ببینید اون مامور اصلا همه ما میدونه کسی که توی یه ارگان دولتی کار میکنه باید گزینش اون ارگان رو رد کنه. گزینش ها بر مبنای روانشناسی کسانی رو انتخاب میکنن که فقط دستور رو اجرا کنن، فکر نکنن، اصلا قدرت تعقل نداشتن، خشونتی اونا نهادینه شده باشه، یعنی فقط نیاز به یک چکاندن یه ماشه داشته، یه دستور نیاز داشته باشه که این خشمش رو خودش نشون بده. هممون خوب میدونیم کسی که میان گلچین میکنن برای اون مامور نیروی انتظامی کسی رو انتخاب میکنن که تملق و چاپلوسی رو بلد باشه، نه اینکه حقوق ارزش‌های انسانی رو بلد باشه، نه اونا رو انتخاب نمی‌کنه. اون شخص همیشه میشه یه فعال مدنی، نمیشه یه مأمور نیروی انتظامی. شاید دلیلش این باشه که اونا گلچین شده هستن، گلچین شده از افرادی که خشونت توی اونا شناسایی کردن و تو مثلا اینا رو به عنوان مأمور انتخاب کنن برای چنین روزهایی که وقتی مردم اعتراض می‌کنن به حقوق از دست رفته، به مطالباتشون و حقوق از دست رفتهشون، اینا میان و در مقابل مردم شکل از خشونت از خودشون نشون میدن و ما شاهد چنین اتفاقات وحشتناکی هستیم توی ایران. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما یزدان پناه. بله، حالا بحث گلچین بودن و گلچین کردن و شستشوی مغزی این امریست به کنار، ولی خب این شخصی که میاد و اونجا گلچین میشه و به نوعی گزینش میپذیره، به نوعی در خانواده تربیتی رو گرفته که این تربیت به اون اجازه رو میده که میاد و انتخاب میشه برای اینکه بیاد و این گونه رفتارها رو نشون بده. اون نکته اصلی اینه که اون نهادینه شدن خشم از درون خانواده به کودکانی که میان در سطح جامعه فردا و میخوان آینده این جامعه رو بسازن، این خشم و محبت توی تربیت، توی این مسیر زندگی و تعیین مسیر زندگی اینها چه نقشی بازی میکنه؟ میرسه به جایی که یکی میشه حامل خشونت، یکی میشه شامل خشم که در مقابل هم قرار میگیرن. سرکار خانم رضایی بفرمایید. خسته نباشید. ببینید موضوع خوبیه ولی خیلی نیاز به صحبت داره، چون فقط یه ریشه نمیشه در موردش پیدا کرد. من هر کس هر تجربه‌ای داره میتونه بگه، ولی همه اینها میتونه درست باشه. من فقط یک مورد، دو مورد رو مثال واقعی رو میخوام بهتون بگم. اول اینکه خب درسته خانواده نقش مهمی داره، ولی اینها میان دست میذارن روی باورهای آدم‌ها. بستگی به این داره که چطور این آدم تو چه شاخه‌ای میتونه دست بذاره. یه نمونه مثال بگم بهتون. پسرعموی من رفته بود برای جنگ، جبهه بود. میگفتش که خب زمانی که ما در حال جنگ بودیم خب خیلی بچه‌ها خسته می‌شدن برای اینکه حمله کنند و اینها. بعد اینا عده‌ای شروع کردن اومدن به ما گفتن که ما حضرت خضر رو دیدیم. اون یکی میگه من امام زمان رو خودم دیدم، که اصلا یکی میگه من خودم افتاده بودم زمین، اصلا من دیدم یه چی بودم اسب سواری اومد از زیر بغلم رو گرفت نجاتم داد. این باورشون شده بود. هر چی میگفتیم بابا اینا قصه است، میگفت من به چشم خودم دیدم نشنیدم. چیزی که تعریف کرد گفت من با یکی دو تا از دوستام اومدیم گفتیم بیایم این حضرت خضر رو بگیریمش، امام زمان رو بگیریم ببینیم کیه، واقعا ببینیم چیه. و واقعا میگفت ما کمین کردیم، اینقدر کمین کردیم، اینقدر صبر کردیم تا واقعا خود ما هم دیدیم یه اسب سوار، یه آدم شمشیر به دست و شال و شنل و اینا، گفتیم خدایا این کیه، این زوروه، این واقعا ما مهدی. این چیزی که میگم واقعا شاید درست باشه ولی واقعیه. گفت ما اومدیم و اینو گرفتیمش.
باورتون نمیشه وقتی ماسکش رو برداشتیم، شنلش رو برداشتیم، از اسب انداختیمش پایین، دیدیم فرمانده یگان خودمونه و ما رو تهدید کرد که اگر شما جایی بیان بکنید خودتون میدونید ما نمیدونم محاکمه صحرایی میشه تو این صحبت رو. خب اینها باور نکردن و بالاخره اینها به دام انداختن، ولی خیلی ها باور کردن. الان جمهوری اسلامی اومده رو آموزش پرورش دست گذاشته، ما ها رو یادمونه خیلی موقع میومدیم تو مدارس با همون شکلی کار میکردن. داستان قلعه علموت رو خوندید؟ اگر نخوندید بهتون پیشنهاد میکنم بخونید که حسن سباز چطور رو سربازهاش طوری کار میکرد از نظر ذهنی که اونها رو به بهشت میبره، که وقتی دستور میداد سرباز خودتو از روی اون پشت بام بنداز، بدون درنگ بدون فکر به خودش رو مینداخت، چون میدونست بعد از اون میره داستانش رو که چطور اون باور کرده رو میره به بهشت. اینها هم همونهایی هستن که فکر میکنن شماها همه کافر هستید و خدا بهشون دستور داده و باید شما رو بکشن. این خشونت، این حالا چیزهایی که دارن، عقده‌هایی که هست، کمبودهایی که دارن رو اینها جبران میکنن و این باورها رو در اینها قرار میدن و اینها میاد بدون فکر نداره روشون کار میشه. حالا دوستان فرمودن ممکنه خشونت خانوادگی باشه، چیزهای کمبودهایی باشه، اونها هم علاوه بر اون مزید بر علت میشه. مرسی، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. ممنون از سرکار خانم رضایی بابت نقطه نظرات دقیقشون. آقای طایف بفرمایید. بله مرسی. عرض کنم در رابطه با این موضوعی که جناب آقای ناصری پرسیدن، تو چه خانواده‌ای بزرگ شدن؟ درسته خانواده خب همینطوری که فرمودین جامعه کوچیکه تاثیرگذاره، ولی خب بعضا میبینیم که به شخصه شاید شما هم دیده باشین که توی خانواده‌ای که از یه پدر و مادر متولد میشن اصلا بچه‌ها کلا 180 درجه تفاوت داره، یکی مسیر دیگه‌ای رو میره و یکی مسیر دیگه‌ای رو میره و بستگی به باورها داره، به جامعه داره، به دوستان داره، به همکلاسی‌ها داره، به اون روابطی که این فرزند با خانوادهش داره. بالاخره درسته گفتم خانواده تأثیر داره، ولی خب جامعه هم بی تأثیر نیست. همینطور که دو تا فرزند از یه خانواده کلا مسیرهاشون با هم فرق میکنه. یه نمونه که تو خود جمهوری اسلامی بود، میبینین پسر محسن رضایی که باباش خب منصبدار بود، تو حکومت اسلامی بود، کلن مشخصه چی کار است، فرزندش از دستش فرار میکنه و سرنوشتش هم خب مشخص میشه. اون موقع باید اگه بخوایم بگیم واقعا فقط خانواده مقصر، اون موقع باید پسر اونم الان مثل بقیه یه سمتی داشت و جزء راندخارا بود. و راجع به یه مسئله دیگه که میخواستم فقط بگم این بود که در رابطه با خانم رضایی گفتن در رابطه با خاطره و خواب، خب از بچگی ما تو ایران بزرگ شدیم، تو گوشمون خوندن مراسم مذهبی باید تو سرمون بزنیم، تلویزیون همه جا همه جی به عینه مشخصه. من خودم شخصه این واسم اتفاق افتاده بود که خوابیده بودم، بعد شاید 10-15 سال پیش از خواب که بیدار شدم، الانم که یادمه تو کربلا بودم، بعد مسجد حرم امام حسین بود، یه نفر اومد رفت سفید پوشیده بود، ولی خب همیشه خدا رو شکر میکنم که اینقدر آگاه بودم، یا خوندم یا گفتن یا شانس آوردم، حالا هرچی من اینو اصلا میگم، خب اونقدر تو گوش من خوندن تو ضمیر ناخودآگاه من بوده، من اینو خواب دیدم. این خوابو یک نفر که تو یه خانواده مذهبی ببینه یا یه کسی که یه متفاوته ببینه، میگه نه دیگه بس 100% امام حسینی هست و من اینو دیدم و این اومد دستش رو سر من کشید. و بعد من از بچگی همه چیزو تجربه کردم، ببینیم مسجد رفتم، مسجد اذان گفتم، تو ماه محرم نمیدونم رمضان خدمت کردم، بعد اصلا همه چیزشو دیدم. اگه من این خوابو دیده بودم باورم این بود، الان میگم نه امام حسینی هست و من میخوام برم در راه اون شهید بشم. بستگی به این داره که جامعه تو این چند سال، مخصوصا جامعه اسلامی، جمهوری اسلامی تو این چند سال چی به خورد ما داده که الان از این ور باید به بیرون بدیم. ما چی دریافتیمون چی بوده که چی میخوایم بیرون بدیم؟ بعضیا خب گفتم من خودم همیشه خوشحالم و شانس آوردم، یا میگم شانس داشتم یا
متفاوت بودم، نمیدونم چطور اینو خود به خودم نمیتونم چطور توضیح بدم که خدا رو شکر میکنم که من از اونایی نیستم که این خوابی که من دیدم و خودم باور کنم که بگم نه همچین چیزی هست و میخوام خودم رو انتحاری فدا کنم. مرسی از اینکه این مارکو در اختیار من. ممنون از شما آقای طایف. آقای عزم‌پناه بفرمایید. مجدد خسته نباشین. پیرو صحبت دوستان، ببینید من یه نکته رو فقط اشاره کنم. خشونت و خشونت طلب توی همه جوامع توی همه کشورها وجود داره. ولی اون چیزی که باعث میشه که خشونت طلبی به عنوان یه ارزش توی جامعه شناخته بشه و ما چنین صحنه‌ای رو شاهد باشیم، فقط دو چیز میتونه باشه. یکی نگاه حاکمیت به مسئله خشونته، یا حتی عامل دوم میتونه خود جامعه بدونه که به چه شکل با خشونت و یا عوامل خشونت آمیز برخورد میکنه. من یه مثال ساده میزنم. زمانی که کرباسچی رو گرفتم به عنوان یه دوست، یه ویدیو تهیه کردن از بچه‌ها و گفتن شما کرباسچی رو میشتید؟ نه، همه بچه‌ها میگفتن آدم زرنگیه، یه آدم زرنگ بوده. خب ببینید اینجا ارزش‌ها داره تغییر مکان میدن، تغییر پیدا میکنه. یه دوست داره به عنوان یک آدم با ارزش توی جامعه، یه آدم زرنگ داره خودش نشون میده. این چه اتفاق افتاده؟ بخشش مربوط به حاکمیته. حاکمیت اگه محکم جلویش این افرادی باید میستاد و یه برنامه رسانه‌ای خیلی خوب و قوی نشون میداد، از خودش نشون میداد، شاید اون کودک دیگه نمیگفت آقای مثلا کرباسی آدم زرنگه. بخش دومش خود جامعه است. خب وقتی پدر خانواده این خبر رو میخونه و میشنوه توی صدا و سیما، جلوی کودکش میگه عجب آدم زرنگی، این همه میلیارد تومان دزدی کرده. خب کودک اینو میشنوه، توی ناخودآگاه کودک این نهادی نمیشه، این خشونت، این ضد ارزش ها. این هم میتونه عامل دومش باشه، یعنی هم جامعه مقصر هم حاکمیت. من مایک رو رها میکنم، ولی حکومت بیشتر مقصره، چون حکومت الان نقش پدر خانواده رو داره توی جامعه. ممنون از وقتی که من دادید. ممنون از شما. بله، تاثیرپذیری چه از بزرگ خانواده که پدر و مادر میشه در یک خانواده کوچیک، چه از رأس هرم در یک جامعه. این تأثیر پذیری تأثیر به سزایی داره در تربیت و رشد فکری و رسیدن به جایگاه آینده یک کودک یا انسان. در انتهای در ادامه بحث آزادمون، یه سوال دیگه هم هستش که این ریشه کم شدن محبت، حالا آقای سبزیان گفتن نه محبت نیست، محبت هست بین جامعه چون کمک میکنن. خب این نه اینکه نباشه کامل، عرض کردم اگه خواهیم درصد بگیریم، شاید بگم بالای شاید نزدیک 30-40% جامعه همون نسبت به دیگران این ابراز محبت رو ندارن، این محبت درشون نیست که به دیگران، این انسان دوستیه رو توشون نیست متاسفانه. اول این نبودن این انسان دوستی، این محبت درونی از کجا نشأت گرفته، منشأش چی میتونه باشه؟ دوستانم در این مورد اگر بتونن اصلا نظری کنم ممنون میشم. آقای احمدی خواه بفرمایید. روز همگی بخیر. ببینید این سیستمی که خیلی هوشمنده، در گزینش افرادی که میخوام بهش وابسته باشن خیلی هوشمنده. به چه صورت؟ سعی میکنن افراد درونگرا رو انتخاب کنن، آدمایی که مشکل دارن در ارتباط برقرار کردن، در پیدا کردن یه دایره دوستی خوب. عمدتاً همین جوریه. حالا بیشترشون حالا چهره خوبی ندارن، تیپ خوبی ندارن، نمیتونن تو جامعه جذب بشن که در ظاهرشون هم مشخصه. این عمده کسایی که سرکوبگرن یا بسیجیانی مشکل دارن، اینها هم کاملا به این نکته پی بردن، سعی میکنن افرادی که مشکل دارن تو جامعه رو جذب کنن، حالا به وسیله وعده وعید بهش، به وسیله اینکه یه دایره دوستی بهشون میدن، چیزی که همیشه توش کمبود داشتن، افراد جذب میکنن و یه جوری مردم مدید اون افرادی که هستن، یه جوری مدیون خودشون میکنن. مدیون به چه صورت؟ وقتی شما طرد شده ای جذب میکنن، بهت محبت میکنن یا یه هزینه ای بابت میکنن، خب تو جذب میشی. مثلا یک سریشون هم خب میتونن برن از این یتیم خونه ها بیارن، از این حاصل این زلزله و بلایای طبیعی میارن، این بازماندگانی که از اون میارن جذب میکنن، محبت میکنن و به موقع ازشون استفاده میکنن. اینا یه جورایی حکومت و خانواده خودشون میتونن
و حاضرن بازشون مثل خانواده که نداشتن یا دوستانی که نداشتن هزینه کنن، حالا میخواد جونشون باشه یا حالا مالشون باشه. خیلی وفادارن و اینی که حالا هرچی شما بهشون توضیح بدین نمیفهمن، چون که به موقعی که لازم بوده محبت از جامعه و اطرافیانشون جذب نکردن. حالا شاید نقطه ضعف خودشون باشه، کسی ایراد خودش نمیبینه. عمدتا به نظر من یکی از دلایلی که اینا موفقن در جذب اینجور نیروهای وفادار اینه، به موقع آدم هایی که مشکل درون گرایی دارن و جذب. متشکرم. بله، این هم میتونه دلیلی باشه و مطمئنا دلیلی قطعی است، دلیلی است بر این مسئله و جذب انسان هایی که انسانیت از انسانیت بوی نبردن متاسفانه و فقط به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. یه موقعی منافع شخصی پوله، یه موقعی منافع شخصی میشه پدر یه خانواده که برای اونها رهبریت و معلمشونه به نوعی. آقای سبزیان بفهمه. خیلی ممنون که دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من به نظرم صحبت‌های، یعنی موافق هستم با صحبت‌های آقای احمدی خواه، ولی خب همه‌شون به این صورت نیستن. یعنی حداقل اعتقاد بنده است که همه‌شون به این صورت نیستن. من اعتقاد دارم یه سریشون واقعا شاید هم درست هم باشه، شاید هم درست باشه، نمیدونم. اینجا دیگه واقعا خودم دیگه نمیدونم چی درسته چی درست نیست، ولی اینا مزدورن به نظر شخصی من. یعنی شخصی که میاد پول میگیره و اومده بکشه، ببینید مزدور یعنی این چنین شخصی، و طرف واسش مهم نیستش که شما زنی، مردی، پیری، جوونی، چون حتی اونی هم که ببینید یتیم بوده و کسی بزرگش کرده، دیگه حالا خانوادهش حکومت، دیگه انسانیت هم اینی نداره. البته بازم میگم موافق هستم تا حدودی با صحبتاتون، ولی واقعا به نظر من اینا مزدورن. و با آقای صحبتای لطفی هم موافقم. قبل از مهسا، قبل از این اتفاقات، بله ما همدل نبودیم، بیشتر مواقع هم نبودیم، اما این اندوه بود که این اندوه این اتفاق بود که باعث شد که همدل بشیم. خیلی ها فهمیدن که آقا مهسای بعدی خودشونه، خواهرشونه، برادرشونه، و این اتفاق بود که باعث همدلی شد، حداقل به نظر شخصی من. و ما حرف از محبت میزنیم. من عرض کردم که خیلی ها دارن حتی کمک میکنن به این افرادی که حالا دارن سرکوب میکنن. اما من یه سوال دارم از شما های دوستی، از همه دوستان دارم. چطور میشه شخصی که میخواد منو از آزادی که حق منه، یعنی آزادی حق هر انسانه، از من بگیره و با گلوله جلوی من قرار گیره، میخواد منو بکشه، حقم هم نمیده، آیا میشه با این شخص با محبت صحبت کرد؟ من سوالم از تک تک همه بچه‌ها، همه همکارایی که الان تو این جلسه، فرض کنید دیگه که واقعیت هم هست، شما یه چیزی که حقتونه جلوتون وایستاده میخواد بکشت، با گلوله دیگه، دیگه با کلاشینکوف دارم میزنم ملت، چطور میشه با این شخص با محبت صحبت کرد؟ یعنی من شما میریم مثلا بهش میگیم سی ماده اعلام جهانی حقوق بشر، اینه داره میزنه تموم امکانات، ناکوت میکنه، یه جور میزنه. الان امروز نه عذرخواهی میکنم، من خیلی سعی میکنم خودم رو نگه دارم فقط بتونم صحبت کنم. امروز همون من فامیلیش خانم حدیث نجفی اگه اشتباه نکنم، من فقط اسمشونو با 6 تا گلوله زدن، 6 تا گلوله. این میتونسته با یه دونه هم بزنه ما، ولی با 6 تا زد. این یعنی چی؟
خب من چجوری با این با محبت صحبت کنم؟ من سوالمه از تک تک همه عزیزان، چطور میشه با این شخص، با این ببین انسان هم نیست، من باز تاکید میکنم شاید یه سری ها بگن نه اینا هم آدم هم. نه، من نظر شخصیم این شخص انسان نیست، یه موجودی حالا داره زندگی میکنه، حتی حیوان هم نیست، یعنی حیوان هم من نمیتونم این شخص. من سوال دارم از شما، چطور میشه با این شخص یا با این اشخاص با محبت صحبت کرد؟ در خدمت هست. ممنون از شما جناب سبزیان. من یک کوچولو خدمتتون عرض کنم، دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که اولا ایرانی نباشه و براش اصلا مهم نباشه. دوم این که به نوعی یک سری چیزها براش ارجحیت داره و اجازه نمیدون بحث انسانیتش به نوعی شکوفا بشه، وجدانش به درد بیاد. اونجایی که شما بفرمایید محبت چه کار میتونه بکنه، از نظر من وقتی یکی رو میگیرن کتکش میزنن و یکی میاد محبت بهش میکنه میگه نزنید بس دیگه ولش کنید، اون آدم 1% ما میگیم این محبت رو حس کنه و ولش وقتی میکنن اون برگرده پیش همکاراش و دوستاش و بگه خب میتونستن من از بین ببرن کاری که ما میکنیم ولی این کارو نکردن، چرا ما داریم میکنیم، بیایید ما هم نکنیم. خود این شاید باعث بشه یه اهرمی باشه که اون نیروی نظامی و انتظامی کم کم ریزش کنه و برگرده سمت مردم. اینجاست که اون محبت میتونه تأثیر گذار باشه. امیدوارم، میگم اینا همش میگیم 1% اگه این احتمال بده، این خودش میتونه کمک کننده باشه تو اون شرایطی که هست متاسفانه. بله آقای بازداران، فکر میکنم شما نفر اول بودید، بفرمایید. درود بر شما دوستان عزیز، خسته نباشید. در جواب آقای سبزیان، فکر میکنم این مسئله رو داخل جلسات گذشته هم قبل از اینکه این اعتراضات انجام بشه مطرح شد که گفتن که وقتی که نمیدونم حمله یا مقابله از طرف نیروهای سرکوبگر صورت میگیره، مردم باید مبارزه مسلحانه داشته باشن یا اینکه مثلا با ملایمت و اون چیزا مثلا راهپیمایی ها و نمیدونم اعتراضات مسالمت آمیز انجام بدم. فکر میکنم خب ما اون زمانم اون موقعم که همین جلسات صحبت شد راجبش، نظرم این بود که نباید ما اسلحه داشته باشیم، یعنی به عنوان مردم. ولی الان که فکرشو میکنم دیگه صحنه ها رو به قول شما دارم با چشم میبینم، فکر میکنم که اگر همین الان هم خودم داخل خیابون بودم و میدیدم مثلا با خانوادم باشم یا با دوستم باشم، ببینم برخوردی به اون صورت باهاش میشه و من به عنوان نفر سوم مطمئنن سعی میکنم که از اون نفر که دوستم یا حالا فامیلم یا هر چیزی حداقل هموطنم هست و میدونم حق باهاشه، دفاع بکنم به هر طریقی. و یه جورایی نمیدونم الان آدم وقتی که خودشو به عنوان یه نفر عادی فرض میکنه که الان میدونه حق با کدوم طرف هست، این حق رو میده که از وسیله های دفاعی استفاده بشه، حالا گرم یا سر یا به هر شکلی. ولی وقتی که میاد داخل بحث حقوق بشر و موقعیت و این چیزا رو نگاه میکنه، میبینه که خشونت به هر شکلی خشونته و این تناقض یه جورای آدم رو با خودش درگیر میکنه و نمیدونه که جواب دقیقاً چی هست. پس فکر میکنم بهتر اینه که کسایی که واقعا خودشون داخل قضیه هستن این تصمیم رو در لحظه بگیرن، مثل همون موقعی که سال 57 که تصمیم گرفتن و به اون شکل از خودشون حالا یه حرکاتی انجام دادن، یه قسمتاش اشتباه بوده یه قسمتاش هم 100% درست بوده. من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، مایک رو رها میکنم. حالا ممنون از شما آقای طایف، بفرمایید. بله مرسی. البته در رابطه با سوالی که های لطفی شما فکر کنم در رابطه با محبت بین خانواده و جامعه سوال کردین، اول همین بحث راجع به اون میخواستم بگم که ما داریم از یک جامعه سنتی داریم میریم به طرف یک جامعه مدرنیته
و واسه همین میبینید که الان کوچکترین بخشی که الان تو کل دنیا یا تو جامعه ما مطرحه، همه دارن با موبایل فضای مجازی رو دنبال میکنن، هیچ کس برای هیچ کسی وقت نداره، سلبریتی ها مثلا می ماشین های آنچنانی سوار میشن، همه در تلاش پولن و همه فقط به جلو بریم، ولی خب مشخص نیست چه بهایی رو باید بپردازیم. و مخصوصا اینکه در جامعه ما بیشتره که با این همه فقر و بدبختی و بیکاری و بعد این همه دنیای مدرنیته و فضای مجازی، خب بیشتر محبتات و خانواده ها بیشتر کم میشه، یعنی اون احساس تنهایی بیشتره، همه فقط تو لاک خودشه که ببینم چیکار باید بکنم. و در رابطه با سوالی که آقای سبزیان کردن، آقای سبزیان ذات انسان هم مهمه. بعد یه داستانی هست، من تو یه کتابی خوندم یادم نیست، یه قورباغه‌ای به خرچنگ میگه که یه خرچنگی به قورباغه میگه که چی؟ نه خرچنگ نبود، یادم رفستن. واقعا تو این روزها اصلا اونقدر احساساتی شدیم، یعنی 4 روز 5 روز ما فقط داریم تو خیابون شعار میدیم اینجا تو فرانکفورت، اسم این حیوانه یادم رفت. خلاصه به قورباغه میگه که منو ببر اون ور آب، حتما شما بگم یادتون میاد. بعد قورباغه میگه که نمیشه، من تو رو ببرم تو منو نیش میزنی. بعد میگه نه تو منو ببر اون ور آب، دستت در نکنه. وسط آب که میرسن قورباغه رو نیش میزنه. بعد میگه چی شد؟ میگه ذات من اینه. در حالی که اونو نیش میزنه خودش هم تو آب غرق میشه. میگه چرا نیش زدی؟ میگه ذات من اینه. این انسان به همینجا که دوست عزیزمون فرمودن بحث گزینش، اینا تو گزینش ها خیلی حساسن، خیلی ریزبینن، یعنی این ذات آدم ها رو هم اینا خوب بالاخره دوره دیدن، ذات آدم ها رو تشخیص میدن که کی به درد ما میخوره. حتی شما فرمودین که با این که طرف رو ول میکنن به همکاراش بگه که خب منو ول کردن نیرو انتظامی ریزش کنه، ولی فیلماشو میبینیم میزنن وسطش ول میکنن، طرف پا شده خونالو دوباره کلت کمری کشیده داره میزنه. واقعا به سوال شما من فقط میتونم بگم نه حیوان به قول خودتون، نه انسان. و وقتی فیلم وایکینگ ها رو ببینین، وایکینگ ها 1000 سال پیش که وحشی بودن، میرسن فقط با تبر میزنن، فقط باید جونتو به در کن خودتو سلامت کنی بری در بری یا بزنی. اینجا دیگه بحث مدنیت، بحث ایدولوژی، بحث روانشناسی، روانکاوی هیچ چی تاثیرگذار نیست. همین شعاری که میگیم بجنگ بجنگ تا بجنگیم، یا باید بزنم یا باید بزنم. مرسی. بله آقای طایف، متاسفانه این گونه شده فعلا. آقای یزدان پناه بفرمایید. مجدد خسته نباشید. میگم در خصوص سوال آقای سبزیان، ببینید دوستان، اون شخصی که توی تظاهرات الان داره شرکت میکنه، توی اعتراضات داره شرکت میکنه و اسلحه روش کشیده شده، اون در لحظه باید از خودش دفاع کنه، بهش هم میگن دفاع مشروع. خب هر کسی، حتی ما هم جای اونا باشیم این کارو میکنیم، ممکنه مرتکب قتل بشیم، خب ولی اسمش دفاع مشروعه، جرم نیست. حالا اگه بحث سر اینه که با این اشخاص باید چیکار کرد، این یک سیستم مریضی که این افراد انتخاب کرده برای کار جنایتکارانه. باید ثبت کرد وقتی حکومت عوض شد، سرنگون شد، تمام این اشخاص باید دادگاهی بشن به وقت خودش. حالا توی اون دادگاه، حالا به من مخالف اعدام هستم، حتی بعد از توی حکومت جدیدی هم که تشکیل بشه اصلا اعدام رو یک مجازات غیر مشروع میدونم، و توی اون دادگاه باید محاکمه بشن به حالا به مقدار لازم، حالا به اون میزانی که براشون تعیین میشه زندانی بشن، و حتی اگه لازم شد کانونهای بازپروری برای اینا بذارن، چون اینا نمیتونن توی جامعه سالم و صلح‌آمیز زندگی کنن بعدن. اینا اینجوری بار اومدن، خب اینا اینجوری تربیت شدن، و اگه بخوام وارد جامعه بشن، اون جامعه توی اون جامعه عذاب میکشن، یعنی برای خودشون هم بده. پس نیاز دارن که دوباره آموزش ببینن، بازپروری برن. خب حالا اسمش میشه گذاشت زندان بازپروری، اون آموزش رو میتونن تو زندان ببینن، میتونن توی یک سیستم مثل سیستم‌های سوشیالی یا سیستم‌های اجتماعی که براشون طراحی میشه انجام بدن. ولی فقط در یک کلام بگم، کسی که اصل ماشه اصلی روی شقیقش هست داره دفاع از خودش میکنه، قتل مرتکب نشده، خشونت نیست، اصلا اینا رو نباید با هم قاطی کرد، اینقدر فانتزی به قضیه نباید نگاه کرد. هر چیزی جا توی دین و آیینی اصلا هیچ نمیپسنده که شما وقتی داری از خودت دفاع میکنی اسمشو قتل یا خشونت بذاری. هر کس هم چنین حرفی رو میزنه به نظر من یه جای ذهنش بیماره و اصلا نفهمیده مفهوم حقوق بشر رو.
من مایک رو روان میکنم. ممنون از وقتی که من دارید. ممنون از شما آقای عزم‌پناه. آقای اکبری دستشون بالا بود، نوبتشون بود، اگر میخوان صحبت کنن که مایک رو به اختیارشون بذارم، اگه نه که نفر بعدی رو به خدمتشون باشیم. جناب اکبری دستتون رو بالا بفرمایید اگه میخواید صحبت کنید. بفرمایید صحبت کنید، در خدمتتون هستیم. درود بر شما، خسته نباشین. کوتاه میخواستم بپردازم به بحث انسانیت. ببینید انسانیت دو بخش داره، یا کالبدی هستش یا جسمی برای افراد که انسان جسم داره، یا به صورت منطقی هستش. اگر به صورت کالبدی بخوایم نگاه بکنیم، داعش هم یه نوع انسان محسوب میشه، پس شما نمیتونید با داعش هم صحبت بکنید. منطقیش به طور مثال رئیس سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر همین که بیاد داخل خونش به طور کامل باید از خودش دفاع بکنه. ما داخل ایران مثل این میمونه که جمهوری اسلامی 40 سال ما میدونیم که توی مملکت اون دزد هستش، ولی به ما شخصا نیومده داخل خونه ما. حالا برای کل مردم ایران یه مشکلی به وجود اومده که ما میدونیم باید در حال جنگ هستیم. این نیستش که باشون صحبت بکنیم، چون کسی با ما صحبت نمی کنه. مرسی از وقتی که برای من گذاشتیم. بله ممنون از شما آقای حامدزاده عزیز، بفرمایید. درود و سپاس خدمت دوستان و همکاران، خسته نباشید. میگم به همتون صدای من هستش؟ بله جناب حامدزاده بفرمایید. بله البته دوستان همه چیزو گفتن، ولی میخواستم یه چیزو اضافه کنم در مورد نیروی انتظامی. اینکه اگر شما بخواید انتظار داشته باشید از این قش، از این آدمایی که بخوان یک ذره، کوچکترین ذره از انسانیت توشون باشه، واقعا یه دید اشتباهیه. چون از نظر من اینا انسانیت رو خیلی قبلتر از اینا فروختن، خیلی صحنه های بدتر از اینو قبلا دیدن و میدونن توی چه به اصطلاح توی چه گروهی هستن. نیروی انتظامی متاسفانه فاسدترین یعنی گروهی که تو ایرانه و اصلا هیچ جوره نمیتونی ازش انتظار داشته باشی. اینا همه وجدان خودشون رو با قدرت، یعنی به قدرت فروختن و چیزی که الان دستشون قدرته. یعنی سرباز یا اون ماموری که تو کف خیابون داره اسلحه میکشه، داره به قدرتی که خودش داره فکر میکنه، یعنی داره از اون دفاع میکنه و شما اصلا نمیتونید با اون بخواید حرف بزنید. باید به نظر من واقعا مثل خودشون با خودشون برخورد کرد. حالا اگه ارتش باشه یا حتی همون لباس شخصی ها شاید یه خورده ضعیف باشن، یا به قول شما یه صحنه رو ببینن دلشون به رحم بیاد، یا یه لحظه بخوان تصمیمشون رو عوض کنن. حتی ارتشی ها، چون ارتشی ها توی پادگان بودن، هیچ قدرتی توی جامعه نداشتن، و ولی نیروی انتظامی اینجوری نیست. اینا خودتون میدونید، یه سرباز دیوام تو جلسه گفتم، یه سرباز معمولی نیروی انتظامی توی جامعه وقتی توی رستوران میره، توی پومنزی میره، یه قدرت خاصی داره و اونو حس کرده، برای همین وایستده جلوی جلو. حالا شما اون سرباز رو حساب کنید که چند ماه بعد خودش میشه یه آدم معمولی. اون کسی که بالا سرشه متعاقباً بیشتر قدرت داشته و از این قدرت نمیگذره به این راحتی ها. ممنونم. حالا دقیقا حق با شماست. یه جایی قدرت به انسان این شهامت رو میده کاری دلش بخواد انجام بده، و این دایه قدرت داشتن و اون وسوسه که قدرت به انسان میده دیگه ذاته رو، اون وجدانه رو تحت پوشش قرار میده. خانم شهسوانی بفرمایید. ممنون. من خواستم در مورد سوال شما صحبت کنم در مورد محبت. الان دیگه وقت محبت کردن نیست، الان وقت آموزش دادن به این افراد نیست. اینا از قبل راه خودشون رو انتخاب کردن. وقتی میبینیم که ارتش بیانیه میده، میگه من کاملا با نیروهای اغتشاشگر مبارزه میکنم، این الان ارتش نیست، تمام فرمانده های اینا سپاهی هن. ما انتظاری از اینها نداریم که بخوان کمکی کنن. الان توی این جبهه واقعا باید ایستادگی کرد با هر آنچه که میتونن، از نظر شخصی من، چون اگر یه قدم عقب بیان اونا 10 قدم جلو میان. بس نتیجه همونطوری که خانم شیرین عبادی دیشب صحبت کردن،
گفتن که باید ایستادگی کرد، باید مقاومت کرد، باید تمام اقشار اعتصاب کنند. چون اگر این اعتراضات نتیجه نده واقعا وحشتناک میشه شرایط توی ایران و برای ایرانیان واقعا. مثلا نتیجه اصلا نمیشه صحبت از محبت کرد توی این شرایطی که واقعا دارن جوونا رو به خاک و خون میکشن بدون هیچ رحم و مروتی. واقعا مردم الان تنها هن، مظلوم هن و باید در کنار هم دفاع کنن از حقوقشون هر آنچه که با هر آنچه که میتونن. ممنون. بله ممنون از شما خانم شهسوانی. آقای یزدانپناه اگه اشتباه نکنم، نه عزیزان اگر نقطه نظر پیشنهادی دیگه ندارند جلسه رو به نتیجه جمع‌بندی کنیم و به پایان برسونیم. یه ساعتی بفرمایید برای جلسه آینده، جلسه بعدیمون. بسیار عالی. در نهایت خشم و خشونت دو کلمه متضاد از هم شناخته شدن از نظر عزیزان. خشمی که سر برگرفته از بعضی میشه گفتش ناملایمتی ها، کم و کسری ها در زندگی به وجود اومده و خشونتی که میشه گفت ذاتیه و به نوعی میشه گفت خشونت رو هم به نوعی جذب شده و آموزش دیده شده. اونجا در مقابل هم قرار گرفتن و اتفاقی که افتاده جامعه امروز ما مالامال مردم آتیش، مالامال خشم و نیروی نظامی و انتظامی که با خشونت تمام از این خشم پذیرایی میکنن. آقای سبزیان در خدمت شماست. در مورد بکنم خودتون آقای لطف فرمودید، ببینید من اعتقادم اینه که پول، قدرت، اینا باعث نمیشن آدم ها بد بشن، باعث میشن که خود واقعی شخص نمایان بشه، بروز بشه، اون نشون بده اون خود واقعیشو. قدرته که نشون میده طرف واقعا کی بوده، یعنی ذاتن کی بوده. به نظر من تغییر نمیده آدم ها رو، خود واقعی اشخاص رو نشون میده. و نمیخوام صحبت های تکراری کنم، دیشب هم توی کمیته زنان گفتم، چون واقعا اعتقاد قلبی بود. یعنی الانی که من اینجا هستم نمیگم از شما اندوگین در از شما عصبانی تر، ولی خیلی داغونم. دیشب هم یه جمله ای رو گفتم، امروز هم میگم، الان هم میگم، جلسه بعدی هم میگم، جلسه بعدش هم میگم، که بره توی اون ریشه و تک تک سلولامون. دوستان شاید خیلی ناراحت بشن از این صحبت من، اما دیشب هم اینو میگم، گفتم تو کمیته زنان، اگر دیدید شخصی، مردم دارن اینایی که سرکوب میکنن رو یا میزنن، اینکه دوستمون آقای طایف هم فکر کنم یکی از عزیزان فرمودن طرفو زدن ولش کردن داشت با کلت میزد ملت، اصلا واسهش مهم نیست، اگر دیدید شخصی دارن میزنن دلتون نسوزه براش، خواهشن نسوزه. اینو دیشب هم گفتم، الان هم میگم، اگه دیدید داره آتیش گرفته دلتون نسوزه. شاید این بنده خدا زمینه آتش سوزی رو در بچگی تو وجودش داشته، کلا بچگی آتیش میگرفت. اینو جدی دارم میگم، چطور فقط ما زمینه داریم، زمینه داریم که ضرب مغزی بشیم، زمینه داریم تیر بخوره بچه 10 سالمون. پس اینا هم زمینه شو دارن. ما در وضعیتی نیستیم که اصلا بخوایم در مورد، به نظر من در مورد رحم کردن واقعا در مورد چون صحبت کنیم. دقیقا جنگ. آیا احمدی خواهم 100% میخواد مخالفت کنم با صحبت من، ولی کاملا قابل احترام برام. سلام 100% آقای سبزیان. آقای سبزیان حرفی که میزنی نقض غرضه.
الان این حرف شما بدون هیچ جبهه‌گیری یا چه فرقی داره با حرف مثلا طرفدارای حکومت؟ اونا هم میگن آقا گیر آوردیم بکشیم، شما دارین همین رو میگیری، چه فرقی داره؟ و اگه فرضاً هفته دیگه بگن آقای سبزیان شده رئیس جمهور ایران، خب شما همین تفکر طرز تفکر دارید دیگه. خود شما میگی کسی که پولدار میشه قدرت به دست میاره خودش نشون میده. اگه شما قدرت داشته باشی میای میگی آقا مثلا 20% مردم ایران، 10% مردم ایران نیروهای سرکوبگر بودن، پس بزنیم بکشیمشون دیگه. این مخالفت نیست، یه واقعیته. شما داری میگی آقا اگر دیدین در آتو ببین آنترین در باره انسان صحبت کنیم، چه شکلی میشه یه نفر ذات انسانی داشته باشه سوختن یه انسان حتی دشمنش رو بتونه ببینه؟ چطور میشه من بگم آقا انسانیت مهمه، اگر یه نفر 50 نفر هم تجاوز کرد ببخشیمش اعدامش نکنی، حق محاکمه داره، حق وکیل داره، ولی بگم یه نفر آتیش بزنه بازم مهم نباشه؟ مثلا نمیدونم مگه میشه آدم ذره انسانیت داشته باشه حتی یه آدم بدیو بگه آتیش بزنه؟ مگه ما هیتلریم که کوره آتش سازی درست کنیم؟ خب اگه دیده بود هیتلر اگه بخوام اینو بگیم در دیده هیتلر هم میگفت آقا این یهودی ها لایق مردنه. خب هر کی میتونه تئوری خودش، استراتژی خودش، طرز فکرش خودش توجیه کنه و اگه ترمز انسانیت نداشته میتونه همین کارو بکنه، راحت میشه من فتوا بدم بگم آقا بکشین. بکشین خیلی چیز سنگینیه. اصلا مگه من جون یک نفر دادم بهش که بخوام ازش بگیرم؟ مگه من اجازه حیات رو اون دادم میخوام؟ حالا با یه حیوان هم میخوای بکشی یه دلیلی باید داشته باشی، نمیشه من بگم حالا این حیوان چون که مضره من سم بزنم همشون رو بکشم. یعنی خیلی خیلی تفاوت میکنه. ببین شما داری میگی اگر طرف پولدار شه ذات وجودیشو نشون میده، خب اگه من نوعی یه روزی جای خامنه‌ای قرار بگیرم بخوام فتوا بدم که آقا چه میدونم 10,000 نفر بیشترم نه 10,000 نفر که واقعا هم جنایت کردم بکشم، خب خامنه‌ای هم اینو میگه، میگه اینا هم جنایت کردن، البته دید خامنه‌ای هم کسایی که الان برای رئیسن جنایت کردن دیگه، و از دید من حتی اگر دید من درست تر از دید خامنه‌ای باشه، خب منم دارم همون عمل انجام میدم با یک زاویه دید دیگه. به شما میگم مخالفت نه، اصلا بحث مخالفت نیست. ما اول باید تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم، یا میگیم ما دیدمون انسانی یا میگیم دیدمون انسانی نیست. فقط فرقش ما با خامنه‌ای اینه که خب الان ما قدرت داریم. یعنی اگه من اگه سو چوب جادو داشتم میگفتم من حاکمم، منم هم آدم بکشتم، من فرقم با هیتلر چیه؟ من فرقم با موسولینی چیه؟ من فرقم با استالین چیه؟ استالین نزدیکترین آدمای خودش رو میکشت، فقط به اون از این ترس که ممکنه یک محبوب‌تر از خودش باشه. این خیلی خیلی سخته. ببین پذیرفتن حرف خودت در مشکلاتی که نشون میدون حرف باورداری دارن. من مثلا میمونی که الان عزیزم فوت نکرده، یه نفر عزیزشو کشتم، میگم آقا اعدام نکنه، اعدام کار زشته. بعد اگه عزیز خودم مرد آیا جرعتشو دارم رو حرف خودم وایستم؟ آیا میتونم بگذرم که مثلا یه نفر عزیز من رو مستی رو شهوت رو حالا طمع کشته، من بیام بگم آقا اوکی مثلا فلان کسی که من مرد من انسانم اعدامش نکنید؟ اینه که نشون میده آقا من واقعا به اعدام نمیگم یا نه. نه اینکه من تو موقعیت خوبم، مثل این که الان شما سر یه سفره نشستی 20 منت خوراکی نشست جلوته داری راحتم میخوری، خب صحبت از مبارزه با فقر اینا راحته، ولی وقتی گشته بودی آیا حاضری بودی این گشته برطرف بشه آدم بکشی یا نه؟ اون نشون میده واقعا شما چقدر باور داری اون حرفایی که میزنی. مثل حرفی که آخوندا میزنن، آخوندا میگن حسین فلان شد فلان شد، اگه نمیگین حسین مظلوم بود خودتون که الان شدین بدتر از شم مردم میکشید کف خیابون. اینجاست که نشون میده آقا حرف خامنه ای، حرف خمینی، حرف همسر اون دروغه، که به جاش خودشون میشن شم. خب ما هم نباید بشیم شم. اگه من یه روز قدرت گرفتم فکر کن هفته دیگه بگن آقا احسان احمدی خوش رئیس شد، وای من بخونم چه تفاوتی؟ هیچ تفاوتی به نظر من نداره، اپسیلونی تفاوت نداره، من با ایشته من با خامنه یا من با استالین یا هر کسی. این دیده من، حالا شما شاید به مزاجتون خوش نیاد ولی یه واقعیت رو باید گفت، حتی اگه همه ناراحت شن بهتر آدم تو جایی وایسه که فردا بتونه بگه آقا من این حرف رو زنم بابتش تواضع بودم، چلو چهار نفرم برخلاف میلشون نظرم بکنم. متشکرم آقای احمدی خواد. تا یه جایی با حرفاتون موافقم ولی به قول بعضی از عزیزان درست میفهمن. دقیقا ما آدمی که خورما نخورده، حالا من خودم زیاد با آدمش کار ندارم که این حرفو زده، با مثالش کار دارم. یه کسی که خورما نخورده نمیتونه بگه خورما خورده، نمیتونه به اونی که نخورده بگه نخور.
من واقعا اگه یه کاری و یا بلایی سرم نیومده نمیتونم تا تجربهش نکردم به دیگران بگم خب واقعا نه انجامش ندید. ولی واقعیت اینه که الان اگه انجامش ندیم خون این آدمایی که تا الان از بین رفتن پایمال میشه. من این بحث اوکراین و روسیه رو که قراره یه رفراندومی انجام بشه رو شنیدید. روسیه نیرو کم آورده، به مردمش داره پیشنهاد میده به مردا که همه اینقدر دلار بهتون میدن بلند شید برید بجنگید. چه اتفاقی افتاده؟ مردا همه دارن به سمت حالا گرجستان و کشورهای هم مرزش فرار میکنن که نرن جنگ کنن. خب اگه بحث پول باشه که خب این داره پولشو میده که اینا برن بجنگن، چرا فرار میکنن؟ اینجا به نظر من اون ذات انسانیه است، اون چیزیه که برمیگرده تو خود آدمه که من میخوام این کارو انجام بدم یا نمیخوام انجام بدم، حتی اینکه بخواد دنیا پولم بهم بدن. به نظر من اونهایی که دارن این کارو انجام میدن، اون آدمهای وحشی که من اسمشون رو میذارم وحشی، اون انسان نیستن، اونا آدمن. آدمهای وحشی که به این گونه برخورد میکنن با مردمان عزیز ما توی ایران، مطمئن باشید ایرانی نیستن، مطمئن باشید ایرانی نیستن، اگر هم باشن خالص نیستن. چون اگر یه ذره از وجود ایرانی، خون ایرانی تو رگاشون باشه، مطمئنن اون غیرته، اون وجدانه به درد میاد. آقای سبزیان بفهمید. من چون نمیخوام بحث دو طرفه بشه و همیشه هم من برای تمام نظرات احترام قائل بودم، همینطوری که آقای بازار هم تو چت نوشتن جلسه ویژه‌ای داریم ساعت 19، اما نمیدونم با چه کلمه بتونم بگم، دارم سعی میکنم دنبال اون کلمه مناسب بگردم. اما من نگفتم دیگه هستن دیگه، الان نزدیک 32 نفر تو جلسه هستن، من تو کل صحبتام نگفتم بکشید کسی، گفتم دلتون بسوزه. حالا شاید بگید که بله من گفتم قدرت پول باعث میشه افراد ذات واقعی خودشون رو نشون بدن، هنوزم سر همین حرفم هست. و منم نگفتم که اگر یه موقع اینا برن ما همشون رو اعدام میکنیم، من اصلا چنین حرفی نزدم آقای احمدی خواه. ولی آقای احمدی خواه، من خواهش دارم، چون من نمیخوام بحث دو طرفه بشه، چون منو خطاب قرار دادید من دارم خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید با دستهای خالی هستید، ببینید مردمی که الان دارن اعتراض میکنن دستشون خالیه، ولی اون مقابل دارن عملا میکشن ملت. ما بحث انسانیت رو هم بذاریم مثلا کنار، شما وقتی که یک حیوان درنده جلو قرار میگیره، حیوان درنده خیلی ساده من دارم میگم، شما یا باید اون حیوان درنده رو، اعتقاد منه، حالا شاید یه سری بگن اشتباه، شاید هم بگن، اگه یه حیوان درنده، آره اگر من هر حیوانی رو بخوام بکشم کاملا با شما موافقم، ولی اون حیوانه میخواد منو بکشه، یه جا هستم حیوان درنده میخواد شخصا سبزیانو بزنه ناکدش کنه، حالا یا من اونو میکشم یا اون من. اون پنجه داره، دندون داره، من دست خالیم. من بازم تاکید میکنم به نظرتون کاملا احترام میذارم، همیشه هم دوست دارم که نظرهای مخالف خودمو بشنوم، چون با همین نظرهای مخالف هست که ما میتونیم یه ذره بهتر بریم این وضعی نگاه. اما شما هم بیاید از این ور یه کوچولو بهش نگاه کنید. فرض کنید طرفی که الان هست یه حیوان درنده و شما رو میخواد بکشه، آقای احمدی خواه، خواهشن، من خودم رو میگم، قصد جسارت به هیچ کیو ندارم، من هیچ وقت ادعایی نداشتم، هیچ وقتم شعار خاصی ندادم که میکنم این کار رو یا نمیکنم، هر کاری کردم تو رفتارم مشخصه. اما بیاید به این فکر کنیم، من باز خطاب نمیکنم که چون اگر بگیم باز بعد دو طرفه بشه، وقت دوستان گرفته میشه، چون نباید دو طرفه بشه، باید صحبت کنیم تو بحثات. اما فرض کنید یک حیوان، چون مثال حیوان زرید دیگه من دارم میگم، بازم که میگم حیوانم نیستن، حیوان درنده شما رو میخواد بکشه، الانم دستای ملت خالیه، اون ویدیو رو دیدی، گرفتش کوبوندش تو جدول،
اون نمرده باشه قطع نخواه. من واقعا صحبتی ندارم. من بازم میگم احترام میذارم به نظرتون و اینکه من غالبا حقوق بشر رو قبول دارم، کاملا هم با حق حیات موافقم که اگر با حق حیات، حق آزادی، حق اعتراض اینا رو باور نداشتم اینجا تو این جلسه نبودم. خیلی ممنون. بله دقیقاً. واقعا نمیشه روی این خشونتی که داره اتفاق میفته و این اعمال نادرست و ناجوانمردانه‌ای که داره اتفاق میفته بشه اسمی گذاشت. ولی امیدوارم هرچه زودتر صدای مردم ایران و جهانیان بشنوند و پشت مردم ایران وایسن، نه دولت مردانش که حامی رژیمند، مردمانش پشت مردمان ایران بایستن و صدای مردم ایرانشن که به شاید دولت مرداشون دلشون بسوزه به حال مردم و دست از حمایت این رژیم ظالم و ستمکار بردارن. خانم رضایی بفرمایید. ببخشید. خسته نباشید. شاید بگیم که اگر با یکی از این افراد بشیم صحبت بکنیم جوابشون چی میشه؟ خیلی هم دلمون میخواد دیگه یه بار منطقی بیان جلو ببینیم صحبت میکنن جوابشون چیه، که عملا هم هممون میدونیم غیر منطقیه و اونها نمیتونن جواب منطقی به ما بدن، یعنی احتمالا یه کلمه رو تکرار میکنن. احتمالا این کلیپ رو دیده باشید، یکی از آقایونی که خب ورزشکار توی کشور دیگه است رفت سراغ دو تا از این آقایون و ازش پرسید مردم رو دارن میکشن، شما اینجا چیکار میکنید؟ جوابی که این آقا داد گفت کیو دارن میکشن؟ یعنی اصلا از نظر اون دیده نشده، اینا مردم نیستن. گفت کیو کشتن؟ کو ده هزار نفر. گفت ده هزار نفر کو؟ یعنی چند نفر رو میگی؟ 20 نفری که اومدن بیرون رو دارید میگی؟ یعنی اصلا براشون مهم نبود. و جالب تر این که گفت من جونم هم برای جمهوری اسلامی میدم. و گفت برای چی؟ بعد جواب من عذرخواهی میکنم مسخره تر، نمیخوام بگم غیر منطقی تر، چون اصلا نباید به این آدم ها بگی غیر منطقی. جواب مسخره تر این که گفت ما رو از دست آمریکا نجات داده. بعد خود این آقا کجا بود؟ تو آمریکا. حالا من باید معذرت میخوام، گوشام دراز باشه که فکر نکنم ایشون به خاطر منافع شخصیشونشو برای جمهوری اسلامی نمیده. توی فیلمای یه وقته این آقای قرائتی بود میومد میداد. حالا درسته که یه وقتایی جز ایناست، ولی به خاطر اینکه ماها رو هم دید بکنه گول بزنه یه وقتایی حرفای درستی هم میزد که ما بگیم این چه آدم خوبی، حرفای خوبی هم میزنه. میگفت اگر من این ماشینی که زیر پامه نباشه، خونه، ساختمون، همه چی اینا بهم ندن، پول تو جیبی ندن، یه سرباز یه پاسداری هم که مواظب من باشه ندن، اون موقع باز بگم انقلاب انقلاب، اون موقع حرف مردن. اینا همه رو دارن به من میدن. تمامی امکانات در اختیارشونه. من توی دانشگاهی کار میکردم، پروژه برداشته بودم. این دانشگاه از اونهایی بود که دانشجوهایی رو میپذیرفت که استخدام ناجا بودن. یعنی من اونجا وقتی میمدن امتحان میدادم سیلی از این آدمها در اونجا بودن. تنها چیزی که من اونجا دیدم، یعنی وقتی میگفتی یهو بلند شد برگر پاره میکرد گفت فلانجا بمب گذاری شده من باید برم، یا برگر پاره میکرد گفت اسوار سیاسیه از این آدما بودن. و قشنگ جمله که گفت برگشت گفت ما اون زمان سال 88 بود، گفت ما شبی 250,000 تومان میگیریم میریم تو خیابون و برای اینکه مثلا اون میگفت مدرن کنترل کنیم وضعیت ولی که مردم رو بزنن دیگه. خودتون تا آخر بخونید دیگه وضعیت به چه صورته. یعنی شما فکر میکنید با این شخص میشه صحبت کرد؟ پولش رو باید بدی. ممنونم. ممنون از شما خانم رضایی. یه مطلبی رو دوست نداشتم بگم ولی باید بگم. متاسفانه این قشر قلیل و ذلیل جامعه ما که پشت رهبریت هستن، خب درصدشون هم میدونیم کمه، براشون اصلا مهم نیست که چه تعداد آدم میمیره، چه تعداد انسان میمیره در ایران. 80 میلیون جمعیت ایران داره، شاید بگم بالغ بر 20 میلیونش این مجموعاً. اگر اون 60 میلیون رو همین 20 میلیون بخوام بکشن میکشن و براشون اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. یعنی خیال خودمون رو راحت کنیم که کوچکترین به قول ببخشید بیادبی ککشون هم بگزه. نه خیلی هم اتفاقا براشون راحت تر میشه، با اون 20 میلیون و کلی دیگه هرچی مونده رو قشنگ زندگی میکنن، لذت میبرن. و اینجاست که درد بیشتر میشه. آقای تقی‌زاده بفهمید.
خسته نباشید همگی. من عذر میخوام آخر صحبت ها هم خستید برای جلسه، بعد سعی میکنم کوتاه بگم. جناب آقای احمدی خواه، جناب آقای سبزیان، ما با کسایی طرفیم که تا دندون مسلحن و راه برگشتی ندارن، خودتون بهتر میدونین. به قدری کسافت کاری کردن، به قدری ناحقی کردن، به قدری آدم ها رو به طرز فجیح بلا سرشون آوردن تو شکنجهگاه، اینا راه برگشتی ندارن، اینا از ترسشونه که شلیک میکنن. اون مأمور کلانتری که میگید، اون دوست عزیزم آقای حمزه زاده گفت، مأمور کلانتری، رئیس کلانتری، کادریای کلانتری خیلی قدرت دارن توی محل، توی منطقه. این مشخصه که سرش بریزن، کتکش بزنن، از هرسش اون راه برگشتی نداره. اون رانت‌ها خورده، کارها، اینا واقعا مسلحن. حرف من اینه، مردم ما باید جلوشون وایسن. یه سری ها ترحم میکنن، اشکالی نداره، بنا به ذاتشونه. اینکه یه نفر از ذاتش که اینا حساب شده اینا رو انتخاب کردن، یکی از دوستان گفت اینا تک تک روشون تربیت میشن. موقعی که شما رو بذارن تو عمل انجام شده، خاطرتون نیست مگه؟ مگه اسلحه رو نمیدادن دست یه زندانی دیگه، میگفتش باید ماشه رو فشار بدی، جلو چشمون یکی دیگه میمرد، همون اعدامای 67، مگه اعترافاتش نبود؟ اینا ذات آدمو دستکاری میکنن. یعنی کثیف‌ترین حکومت موجود توی تاریخ به نظرم اینا، که هیچ رحمی ندارن. شما بگید الان این که مثلا ما این بسیجی رو ول کنیم، خب این میره چیکار میکنه؟ خیلی که زورش به ما نرسه میره تو بازداشتگاه سر عزیزامون بلا میاره. اینا شرف ندارن، متوجه این راه فرارم ندارن. انقدر گند زدن، میگه اگه الان بگیرنمون یا با اینا طرف بشیم، پشتمون رو میخوایم چیکار کنیم؟ اولا که داراییمون گرفته میشه، بخوایم فرار کنیم جای دیگه ای هم نداریم بریم. این شاهرگ پولی هم که داره بهشون تزریق میشه از رانت ها و این برانور، اینا کات میشه، اینا میدونن ته خطن، اینا امکان نداره. شما میگید چجوری دل رحمی کنید؟ فیلم آخر شما دیدید یا ندیدید نمیدونم، پدر و مادری که توی مغازه بچه نوجوانشون رو کشتن، دورشون کردن، هوار میزنه این پدر، داره داد میزنه، خودشو میزنه، بچهشو، جنازهشو جلوی مادر پدر میکشن بیرون از مغازه میبرن. جلوی اینا باید چیکار کنی؟ من ثانیه به ثانیه تو توییترم، همه جا فعالیت کردم، عکسام، اصلا برام هیچی مهم نیست، هر اتفاقی میخواد بیفته برام اصلا برام مهم نیست. اما نگی تو رو خدا رحم کنید، مثل این میمونه تو جنگ ایران و عراق، بگیم آقا اینا حمله کردن، ما بریم جلوی مرز یکیشونو که گرفتیم بیایم امر به معروفش کنیم، بگیم حالا برو، بعد بری یه اسلحه دیگه بیار بهتر کن. آخه چه حرفیه؟ این جنگه، تو دندون مسلح دارن میکشن مستقیم. کیا رو تشکیل میدن اینا؟ یکی یگان ویژهان، کلانتریان، مدههای کثیفن با اون آدماشون. اینا راه برگشت و فراری ندارن، اینا تنها جایی که این همه باج دادن به اونور اونور اونور، فکر کنی کسی راهشون میده؟ اینا آخرین امیدشون توی این خاکه، امیدشون ناامید میشه، بهتون قول میدن این سری فرق میکنه. ممنونم، ببخشید. ممنون آقای طرح‌زاده، امیدواریم ما به این مسئله که این اتفاق بیفته. آقای سبزیان عزیز بفرمایید. من یه دقیقاً میخوام خیلی کوتاه بگم در این مورد. من خودم خستم از مردن هموطن، دیدن این ویدیو ناراحتم، واقعا ناراحتم، یعنی اصلا ریختم به هم. که اینجا هم هیچ کاری، فقط میتونم استوری بزنم، توییت بزنم، هشتگ بزنم. آیا احمدی خواب، من حالا اسم شما رو میگم، من واقعا شما نیستا، شما میدونی من خیلی هم با هم رفیقیم، ولی آیا احمدی خواب، سبزیان خسته است. من نمیخوام بعد این اتفاقات هشتگ نه به اعدام بزنم، چون دیگه نمیتونم، چون این نشه. بعد هشتگ نه به اعدام بزنیم، من و شما بیایم اینجا گزارش تحلیل بزنیم برای اعدامی‌ها، من واقعا نمیتونم.
نمیدونم کی میتونه. من نمیتونم. من دیگه نمیتونم بیام اینجا دوباره بگم هشتک نه به اعدام، اعدامشون نکنید. نمیدونم کسی میتونه یا نه. سبزیان نمیتونه آقا. من نمیتونم. من خسته شدم و اعدام کردم. دارن میکشن آقا. دارن میکشن. یعنی هر روز هر ثانیه دارن میکشن. واسهشون هم مهم نیست. بازم میگم زن، بچه، کودک، اون پیرمرد 80 ساله که دماغش ترکیده بود، اون بچه کوچیک، مرد، همه رو دارن میکشن. قتل عام یعنی این. واقعا من نمیتونم. واقعا من نمیتونم. دیگه نمیکشم. یعنی کشش ندارم. واقعا بعد از این نمیتونم بزنم هشتگ نبرید. نمیتونم بیام اینجا گزارش تحلیل بگم که چه اتفاقایی افتاد. دیگه نمیتونم مثل آبان بیام بگم 1500 نفر تو 3 نفر تو 3 روز کشتن. نمیتونم. اصلا الانم نمیتونم حرف بزنم. اگه میگم رحم نکنید نمیگم بکشید. ولی کوتا نباید بیان. چون باور کنید اگر نشه باید همه رو اعدام میکنن. هر خانواده یکی دو تا رو اعدام میکنن. چون همه فیلماشون رو دارن. همشون دارن فیلم میگیرن. تو همین فرانکفورت داشتن فیلم میگرفتن. من مخالف شما نیستم. ما همه با همین. ما هدف ما همه کسی که الان اینجا تو این جلسه هستن هدفشون یه چیزه. آزادی ایران. همین آلمان. کی دوست داره بیاد اینجا این زبونی که خودشون هم نمیفهمن چی میگن. ما باید بیاد بگیریم بشینیم اینجا باشون صحبت کنیم. دوباره از اول همه چی. کی دوست داره؟ ببخشید. حالا جناب سبزیان واقعیت اینه که هیچ کس این صحنه ها رو نمیخواد و دوست نداره و دیگه تموم شدیم. دیگه واقعا رسیدیم به یه جایی که دیگه میگن آب از سر گذشته، یه قطره چه یه دریا. الان ما وسط اقیانوس داریم غرق میشیم و باید تمام زورمون رو بزنیم که خودمون رو نجات بدیم. این امیدوارم این خونی که عزیزانمون ریخته شده بیهوده از بین نره. چون اگه قرار باشه این دفعه همونجور که فرمودید بخوابه، اولا وحشی تر از قبل میشن، خیلی وقیح تر از قبل میشن و میگم براشون هیچ مهم نیست. همه 50-60 میلیون ماقامون دارن بکشن، براشون هیچ مهم نیست. خودشون میمونن و ایران خراب و ویرانی که تهشم از بین ببرن. خانم فریبا بفرمایید. زمین سلام و درود به شما. میخواستم بگم که من به عنوان مثلا آیا شما در نظر میگیرین که مثلا بهایان شهروندان ایران هستن؟ مثلا چند وقت پیش، دو ماه پیش ریختن تو استان مازندران، تو روشنکو بود، بعد ریختن خونه های چند تا بهایی رو خراب کردن. آیا ما به عنوان ایرانی چیکار کردیم؟ آیا هیچ اعتراضی کردیم؟ آیا ما دلمون نسوخت برای اونا؟ آیا بهایی ها در طول تاریخ چیکار کردن؟ آیا خونهشون رو آتیش زدن تو شیراز، تو هر جا؟ آیا انتقام گرفتن؟ همش با محبت، یعنی این کینه ها رو ریختن. آیا نمیتونستن برن انتقام بگیرن؟ آیا نمیتونستن؟ خیلی هم خوب میتونستن، ولی اون باید ما ببینیم که این خداوندی که به ما گفته، این نیو پرافیتی که آورده، این پیامبر جدیدی که برامون آورده، آیا چی گفته؟ آیا بهایی‌ها برای چی اصلا میگن ما بهایی هستیم؟ برای چیه؟ برای اینکه قلبشون مملو از عشق کرده. عشق به هموطن، عشق به دنیا، عشق به سیاه‌پوست، عشق به
همه انسان‌های کره زمین. واسه همون کسی که خودشو بهایی مینامه باید هیچ وقت به کسی کینه نورزه، انتقام نکنه. در طول همین انقلاب هم شما دیدید چقدر بهایی‌ها رو اذیت کردن. آیا اونا نمیتونستن انتقام بگیرن؟ خیلی هم خوب میتونستن، ولی اون عشقی که خداوند تو دل یک بهایی میکاره، البته همه پیامبران این عشق رو کاشتن البته همون اول، ولی خب بالاخره ما مردم، اجداد ما اینا، خب بالاخره ما یه مردمی بودیم هنوز تربیت نشده بودیم. اصلا نباید بگیم تقصیر مثلا مسلمونه، تقصیر مثلا یهودیه، تقصیر نه، اجداد ما تربیت شدن تا به اینجا رسیدن. باید خیلی افتخار کنیم که اگه این پیامبران نبودن هنوز ما همین هم نبودیم، وحشی‌تر هم میشدیم. هرچی دین کمرنگ‌تر باشه ما انسان‌ها وحشی‌تر میشیم. الان میبینیم چقدر مشکلات دنیا چقدر زیاده، همین در آمریکا، در اروپا، چقدر ما جرئت نداریم بچه‌هامون رو بفرستیم مدارس. همشون به ماریجوانا، به همه چی دست میزنن. یعنی هیچ جا امن نیست الان، هیچ جا برای بچه‌هاتون امن نیست. یعنی فکر نکنید فقط یه ایرانیه، نه، همه جای دنیا هستن. فقط باید بگیم ما همه رو باید دوست داشته باشیم. اگه همه رو دوست داشته باشیم دنیای بهتری خواهیم داشت. فرمانت. بله ممنون سرکار خانم فریبا. آقای طایف بفرمایید. بله مرسی. در رابطه با این نیروهای انتظامی که بحث شد، حتی اینا وقتی که ماها رو میزنن ارتقای درجه هم فکر میگیرن. یعنی این موقعی که داره میزنه نه به فکر قدرتشه، نه به فکر منه، به فکر ارتقای درجه است که من بعد از این آشوب و بلبشوب که چه درجه خواهم گرفت، چه پست و مقامی خواهم رسید، که چقدر باید از اینجا پول بگیرن من. و بعد از این آقای سبزیان واقعا داره حرف دل منو میزنه. بعد از این 6-7 سالی که اینجا بودم الان، یعنی واقعا خب پدر مادر آدم عزیزه، همیشه دلش میخواد. الان وقتیه که میخواد کاش ایران بودم، کاش. مرسی. بله ممنون از شما. همه ما دوست داشتیم که ای کاش شرایط یه جوری مهیا بود که میتونستیم الان در کنار هموطنانمون باشیم و باهاشون بجنگیم. عزیزان اگر ممنون میشم آقای امیر حسین کریمی به عنوان آخرین سخنران ما باشن، آخرین نظردهنده ما باشن، یه جلسه رو کوتاه کنیم و تایم داشته باشیم برای جلسه بعدیمون. آقای کریمی بفرمایید. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه همکاران. من صحبتامو کوتاه عرض میکنم خدمتتون و برسیم به جلسه بعدی. نکته ای که حالا من فقط تحت عنوان سخنران یکی مونده به آخرمون خانم فریبا فرمودن، ببینید مسئله‌ای که هستش، من به دینی هیچ ایرادی نمیگیرم، به هر دینی محترم هستش، ولی دیندارا یه چیزی اومدن درست کردن، بعضی جاها درسته ولی بعضی جاها غلطه، به نام عشق و محبت. و اومدن یه چیزی رو گفتن که هر چقدر ما بهتون زور بگیم، به قول معروف عشق و محبت داشته باشید، صبر داشته باشید، خدا بزرگ. نه واقعا، یعنی برای این قضیه واقعا قضیه جوابگو نیست و ما مردم ایران می جنگیم واسه حقم. خدا بزرگه؟ بله خدا بزرگ، برای جفت بزرگ، همه اون یک خدا داریم، ولی می جنگیم برای حقم. من صحبتمو فقط کوتاه گفتم و اینکه اگر حالا بهایان هر دینی که بهشون ظلم میشه تا الان سکوت کردن، از این به بعدم اگر سکوت کنن و به جمع مردم و به صفوف که الان داره با نظام جمهوری اسلامی ایران می جنگه تو خیابونا نپیوندن، 40 سال تا الان به قول من رو ظلم بهشون شده، 100 سال و 120 سال دیگه هم ظلم میشه. خدا بزرگه ولی 120 سال دیگه هم خدا بزرگه. من صحبتمو جا میکنم و مایک در اختیار شما. ممنونم از همه دوستان، خسته نباشید. ممنون آقای کریمی عزیزم بابت صحبتاتون. دقیقا همینه دیگه، الان وقت سکوت نیست، الان سکوت جایز نیست و باید برای حق مردم ایران یک صدا کنار هم نگه و برای مردممون بیستیم، بجنگیم و
ما که اینوریم به نظر من تنها کاری که میتونیم بکنیم که زبان و تصویر مردم رو بموشیم برای حمایت خواستن مردم دنیا. میگم کاری به دولت مردمش ندارم، با مردم دنیا. چیزی که امروز خوشبختانه این بار داریم و شاهدش هستیم یعنی که تمام اقشار، هنرمندان، تمام فوتبالیست ها، اونهایی که صاحب نام هستن در دنیا، مطرح هستن، توییت دارن میزنن، پیام میدن و خوشبختانه دارن در اطلاع رسانی اتفاقاتی که در ایران داره میفته کمک حال مردم ایران هستن و این خیلی میتونه کمک کنه، شرایط رو بهتر کنه در روزهای آتی که مطمئنن روزهای آتی پیش روی مردم ما روزهای بسیار 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 حساسی خواهد بود که نتیجه تمام این چند ساز رو میتونه رقم بزنه. ممنون از تمامی عزیزان که تا این لحظه با ما بودید، وقت گذاشتید و در پایان جلسه از همکارانی که ما را در این جلسه همکاری کردند، آقای بازداران منشی جلسه، آقایان احمدی خواه، آقای ناصری، مسئولین صدا و تدوین و خانم شعبان نژاد، آقایان کچویان و آقای یزدانپنا ادمین های ما. امیدوارم که یه روزی دور هم جمع بشیم و تبریک بگیم پیروزیمون رو و دیگه از نقض حقوق بشر صحبت نکنیم. آمین که اون روز زودتر برسه. در ساعت 17:07 پایان جلسه نمایندگی جنوب آلمان رو اعلام میکنم با امید به روزها و ساعاتی خوش بر